بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. خواستم بگم که امروز آخرین برنامه امسال هست که با شما هستیم، چون جمعه اولین روز ماه ژانویه 2016 است و سال نو هست اینجا و ما هم تعطیل هستیم. بعد یادم اومد که فردا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک با آقای قربان علی حسین نژاد هستیم و جمعه هم ساعت 12 ظهر با دوستان از کانون آوا. در هر صورت برنامه خود من شخصا، برنامه سربی با مردم، این آخرین برنامه امسال سال 2015 است. حالا چه خوب بود چه بد بود، دیگه باید به قول آمریکایی‌ها مروری کنیم و ببینیم که چه کردیم در سالی که گذشت. عذر میخوام از دوستانی که ساعت 12 منتظر بودن تا من برنامه داشته باشم در تلویزیون مردم و در تلویزیون رنگارنگ. باید میرفتم واشنگتن و وقتی هم شما میری واشنگتن، رفتنش با خودتونه، برگشتش با خدا و یه سری دیوانه‌ای که رانندگی میکنن، ترافیک نباشه، کشته نشی، دردسر پیش نیاد، تلفن نزده باشن یه جایی بگن بمب گذاشتن، راه رو ببندن. خلاصه این واشنگتن شهر عجیب و غریبیه. این دوستمون آقای داریوش رفرف که حالا دشمن ما شده یا ازمون قهره، همیشه به من نصیحت میکرد که از واشنگتن دور باش، چون کره، نورد کوریا و اینها ممکنه واشنگتن رو بزنن با بمب و این اوضاع و احوال. گفتیم بابا ما دیگه آب از سرمون گذشته، حالا چه هفت، چه میگفتن، چه یه متر، چه هفت متر. خب امروز چهارشنبه هست، همونجوری که گفتم 30 دسامبر 2015، و فردا اینجا 31 شب شروع میکنن از ساعت 8:30 مهمانی و جشن و پارتی، ساعت 12 شب شامپاین می نوشن و جیغ می زنن و بوق می زنن و یه مشتی اینجا بهش میگن چی؟ گلیدر، این چیزای زربرق رو می ریزن بالا و اینها، که چقدر مشکله وقتی تو موکتا و توی فرش و اینا میره. اونایی که میخوان به اصطلاح جارو کنن بیچاره ها خیلی عاجز میشن. و امروز 9 دی ماه 1394 هم هست. خوشحالم که آقای فرزاد شبستری 50 برنامه رو در تلویزیون مردم امروز برای ما فرستادن و ما هم بعد از این برنامه براتون پخش میکنیم. و جالب، برنامه‌ایشون آخرین چهارشنبه هر ماه هست، ولی این چهارشنبه میشه آخرین چهارشنبه سال هم هست و شما هم میتونید با ایشون تماس بگیرید، هم ایمیل گذاشته هم آدرس گذاشته. و امیدوارم که شما هم اگر حرفی برای گفتن دارید خودسانسوری نکنید و بیاین از تلویزیون مردم استفاده کنید و با دیگران این حرف خودتون رو در میان بذارید. آقای عباس سعیدی آمدند و درباره ماتریالیسم یا مادیگرایی صحبت کردند دیروز که من اینجا کار ویدیویی انجام میدادم. خیلی از دوستان تماس گرفتن و هی میگفتن آقا بهش اینو بگو، بهش اونو بگو. گفتم که ببین شما، من تلفن رو بر نمیدارم، پیام بذارید به اون بگید یا من تو برنامه ها پلی میکنم. بعد میگن چشم، پس چیکار کنم؟ گفتم شما دوباره زنگ بزن، من تلفن رو بر نمیدارم و شما پیام بذار. متاسفانه نمیکنن این کار رو و نمیدونم چرا، خیلی تنبل هستم. سارا خانم لاله‌زاری، ممنونم از شما، درود جناب سربی، سارا هستم از تل‌آویو. صدا و تصویر خوبه، برنامه هاتون خیلی جالبه و اینجا بیننده دارید، شادزی. ممنونم سارا خانم عزیز. من وقتی که در شیراز بودم و در هوابرد سرباز بودم، دوستان کلیمی زیادی داشتم. میدونید که فکر کنم شیراز از لحاظ تعداد کلیمی ها نمره 1 رو داشت. چرا نمیدونم، شاید به خاطر اینکه
کوروش و داریوش و اینها قبرشون اونجا بوده، اینها هم اونجا جمع شدن، یا شاید شیرازی ها با آغوشی باز اینها رو قبول کردن. برعکس شنیده بودم که توی تبریز یه دونه هم وجود نداره. و ما رابطه خوبی با دوستان کلیمی، بهایی، مسیحی داشتیم و یادمه یکی از اونها سفت و سخت من رو گرفته بود که بیا بریم اسرائیل، و اسرائیل اینجوریه، بازنشستگیش اینجوریه. من بهش گفتم بابا حالا ما جوونیم که به فکر بازنشستگی هست و اینها. خلاصه از اون موقع ما رو تشویق میکرد. حالا خدا رو چه دیدی سارا خانم، شاید ما آخر عمرمون آمدیم اونجا اقلا از بازنشستگی سیستم اسرائیل استفاده کنیم. شما کلیمی هستید که اونجا هستید، یا اینکه اونجا مشکلی ندارید اگه هر دین دیگه ای هم داشته باشید. من به یه دوستی افشین نوشتم، شما دیدم همیشه از اسرائیل حمایت میکنید و منظورتون از اسرائیل حمایت از دولت اسرائیل یا از مردم اسرائیل؟ اگر منظورتون حمایت از دولته، خب ما همه خوبی های اسرائیل رو قبول داریم که تنها کشور دموکرات توی خاورمیانه است، همه تعریف های دیگر هم قبول داریم. ولی شما که طرفدار هستی، یا شما اگه کلیمی هستید، سه تا از بدی های دولت اسرائیل رو لطف کنید بنویسید تا من برای دوستان بخونم. بازم ممنونم، اون روز هم شما لطف کرده بودید، این کار خوبیه که انجام میدید. من اینجا با خیال راحت تری برنامه رو اجرا میکنم که ببینم ارتباط برقرار هست. ممنون از شما سارا خانم عزیز و سال به اصطلاح جدید میلادی رو به شما تهنیت و شادباش میگم. ضمن اینکه این دوستان کلیمی ماشاءالله خیلی هم جشن و عید و اینها دارن. و اما از کلیمی ها بیایم یکم اینور بریم سراغ مسلمون ها، اونم مسلمون های راست و حسینی. میگه اگر راست و حسینی شما خود را مسلمان میدانید، پس چرا به اصول خوبی که در قرآن به آن اشاره شده است عمل نمی کنید و انتظار دارید دیگران به آن عمل کنند؟ البته من اصراری ندارم شما را مسلمان کنم، بلکه اصرار می کنم من و شما باید تبدیل به یک انسان واقعی شویم اگر انتظار داریم کشورمان در مسیر شکوفایی قرار گیرد. کشورهای اسلامی چقدر اسلامی هستند؟ میدونید که این دو سه روز گذشته یک سری آمار و ارقام پخش شده و گویا نشون داده که مثلا ایران اسلامی ترین کشور دنیا نیوزلند، رتبه دوم لوکزامبورگ، سپس اسکاندیناوی. اینو بخونم بد نیست، با وجود که یه مقدار طولانیه، اگه خواستید بگید براتون بفرستم. تیترش این هست: کشورهای اسلامی چقدر اسلامی هستن. نتایج تحقیق دکتر شهرزاد رحمان و دکتر حسین عسگری از اساتید دانشگاه علوم تهران با عنوان کشورهای اسلامی چقدر اسلامی هستند خیلی جالب است. متغیرهای به کار رفته در این تحقیق در ابعاد حقوق سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی بر اساس قرآن و سنت پیامبر بوده و جمعاً 113 شاخص مورد بررسی قرار گرفتن. مثلا در بعد اقتصاد شاخص سلامت و عدم فساد و ربا و بهره پول، و در بعد اجتماعی آزادی مدنی، در امر به معروف و نهی منکر صاحبان قدرت و رعایت حقوق زنان. نتیجه این شده است: اسلامی ترین کشور دنیا نیوزیلند و رتبه دوم را لوکزامبورگ، رتبه سوم اسکاندیناوی ها. جالب این که تا رتبه 37 هیچ کشور اسلامی وجود ندارد. رتبه 38 متعلق به مالزی، رتبه متوسط کشورهای اسلامی 138 بود و رتبه ایران از این جهت 163 بود. در ابتدا که مطلب را در مجله ایران فردا خواندم، آمار کمی
که نه خیلی 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 شوکاور بود، به طوری که مانند خیلی ها که خودمان می دانیم دهنم به سرعت رفت به سمت توهم، توطئه، مگر می شود در دنیایی که 196 کشور وجود دارد ما در رتبه 163 باشیم؟ کمی که گذشت و دهنم آزاد، ذهنم ببخشید من همش گفتم این دهنش چه کار داره، ذهنم آزاد شد، دوباره به آمار مراجعه کردم و کلی بالا و پایینش کردم و دیدم واقعا خیلی هم درست و منطقی است، چرا که در اینجا متغیرها و پارامترها عملی لحاظ شدن و نه تئوری. صرف و بر اساس لفظها و گفته ها و شنیده ها، بلکه کاملا بر اساس رفتارها و دیده هاست. طبق سرفصل و مطالب و اعتقادات خودمان در عمل رفتارهای اسلامی تری دارند، هرچند که شاید آن رفتارهای خودشان را در دیگه آره بابا چهار تا آمار بده درصد ممنونم مرسی، مقام 163 هستید، اونایی که براشون مهمه. من اون روز درباره دکترهای بیماری مثل بیژن افتخاری و کوروش عرفانی صحبت کردم که اینها واقعا دیگه فکر کنم شاید از بس رفتن دنبال درس و کار نکردن و تو جامعه نبودن، اینها واقعا دیگه مخشون خشک شده. جالب اینجاست آقای مصطفی زاده بعدش با من تماس گرفت و گفت که آقای سوربی یادت هست که من یه طرح خودگردانی ملی داشتم تو تلویزیون مردمم، شما چند بار اینو نوشتید و پخش کردید اینها، و این دو نفر، این گفته آقای مصطفی زاده است، این آقای بیژن افتخاری و کوروش عرفانی طرح خودگردانی ملی من رو دزدیدن، وقتی که با هم تماس گرفتیم و براشون گفتم طرح رو دزدیدن و حالا به نام خودشون دارن مطرح میکنن. خب حالا امیدواریم که آقای مصطفی زاده اقلا اینا بتونن از اون طرح شما استفاده کنن و به یه جایی برسن. مگر شما هدفتون این نبوده که با این طرح مردم ایران به خودشون بیان، خودگردان بشن اینها؟ ببینیم شاید اینا بتونن اجرا کنن. در هر صورت راجع به این دزدیدن نوشته های دیگران، عکس های دیگران، مطالب دیگران، میدونید که خیلی بحث ها هست. حتی یه دکتری بود فسفس بهش میگفتن اینم میگفتن نوشته کتاب ها رو مال دیگران وقتی که در زندان بودن و اینها به دست ای رسیده، بعد اون بنده خدا دستش از دنیا کوتاست، این کتاب رو به نام خودش چاپ میکنه و الی آخر. جالب اینه که امروز دیدم و خوندم یه جایی که خانم فرع پهلوی به خاطر اینکه آقای خاتمی دوباره میخواد بیاد تو انتخابات و من دیروز توی برنامه رنگارنگ گفتم برید حتما این برنامه دیروز رو ببینید، که این آقای خاتمی به نظر من یک کسی بود که خود جمهوری اسلامی آورد به مردم ارائه کرد که اوکی اگه از ما که تندرویم خوشتون نمیاد بفرمایید این اصلاح طلب، بعد که مردم بهش رأی دادن دیدن هیچ تغییری نکرد، یعنی اونا خیلی قشنگ بلدن بازی کنن. ضمناً باز در رابطه با رنگارنگ از آقای داور ممنونم که امروز خیلی قشنگ برای دوستان توضیح داد که ساعات برنامه سوربی نمیخونه و ما باید یا یه ساعت دیگه‌ای در نظر بگیریم یا فعلا به حالت اینجا میگن سسپند معلقش کنیم، فعلا معلق باشیم. و من امروز برای ایشون نوشتم من دارم میرم واشنگتن، فکر نمیکنم 12 برگردم، بعد فردا هم که همین مشکل هست و اینها، حالا ببینیم چه خواهد شد. و اگر ایشون مایل باشه من با کمال میل میتونم همین برنامه‌ای که دارم ساعت اولش رو به خاطر تلویزیون رنگارنگ تلفن‌ها رو باز بذارم، با اینکه 100% مخالف این هستم که تلفن‌ها باز باشه، چون تلفن‌ها رو که باز می‌ذاریم ما عملاً مردم رو مفتخور می‌کنیم، عملاً به مردم میگیم که شما دیگه الان نمیخواد 2 دقیقه دیگه 5 دقیقه دیگه تماس بگیری، همین الان اینجا این آماده هست مفت، هیچ کاری نکن، قلم و کاغذی بر ندار، بنویس بعداً تماس بگی. و این روش رو من کنار گذاشتم چون دیدم که بدیهاش بیشتر از خوبیهاش هست، ولی باز هم جا داره برای این فرصتی که به من داده شد از تلویزیون رنگارنگ از بینندگانش به اصطلاح تشکر کنم. و اگر دوست داشتن، من هر روز نمیتونم برنامه داشته باشم به هیچ وجه، میتونم همین 3 روزی که برنامه دارم، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه، این 1 ساعت اولش رو به اصطلاح با بینندگان باشم و به ازای این
اون یه ساعت رو اونجوری که اونا میخوان تلفن باز باشه و به اصطلاح دوستان بیننده هم بتونن تماس بگیرن. و متوجه شدم این بینندگان فقط نه الان، همون قبلا هم اینا فقط چند نفر بیشتر نیستن. یعنی واقعا میگم اگه خیلی بخوان زیاد باشن به 20 نمیرسه. و اینها بهشون میگن regular caller، یعنی کسایی که همیشه زنگ میزنن و دیگه برنامه حقیقتا اونا هم شدن برنامه گذار. خب اگه این همه برنامه گذار دارید منو میخواین چیکار کنید؟ اگه فقط میخواین من تلفن جواب بدم کار کنم، خب یک کسی باید روز 100 دلار بابت اون یه ساعت، روز 50 دلار بابت اون یه ساعت به من دستمزد بده. در صورت میگم ما چون از یک کشوری اومدیم که سابقه دو تا دیکتاتوری رو داریم، دیکتاتوری پادشاهی، دیکتاتوری این آخوندا، ما وقتی میرسیم به آزادی این آزادی رو درست نمیتونیم استفاده کنیم. و نمونه خوبش همین تلویزیون‌های ایرانی است که خودتون شاهد هستید. و راجع به اون دکترهای بیمار گفتم، راجع به خانم فرای دیبا همسر شاه سابق که واقعا دیگه به این میگن که عقلی که به 70 به 7 سالگی نیامد به 70 سالگی هم نمیاد. این خانم فرای پهلوی، ببخشید من اینو میگم، ما آرزو نمی کنیم هیچ کسی از دنیا بره یا خودکشی کنه، ولی ای کاش به جای دو تا جوونش، یه پسرش یه دخترش، این خودکشی کرده بود. این یه انقدر رگ داشت، یه انقدر غیرت داشت، یه انقدر وجدان داشت که شاه رو اونجوری از بین برد، مملکت ایران رو اونجوری به اصطلاح داغون کرد، این خودکشی میکرد. نه که هنوزم بیاد که ای بابا چرا گفتگوهای تمدن رو که آقای خاتمی استفاده کرده نگفته که خانم فرای پهلوی این رو شروع کرده. آخه ببخشید، حالا شما با گفتگوهای تمدنتون چه غلطی کردی که خاتمی بخواد چه گویی بخوره؟ برید بمیرید. اون وقتا میگفتن هر کی میگه نون و پنیر، تو برو سرتو بذار زمین و زنتو بذار زمین و برو بمیر. حالا میدونم آقای نیک جعفرپور جعفرزاده است، حتما با فرش خوار مادر که هیچ چیزی بجز منطق سلطنت طلب ها نیست میاد سراغ ما. یه مدتی باز مینوشتیم با هم صحبت میکردیم، ولی ایشون گاهی وقتی اون رگ شاه اللهیش میزنه بیرون دیگه مغزش از کار میفته. و اما من میخواستم یه چیزی به شما نشون بدم. اونایی که این میگن آقا این تلویزیون های ایرانی چرا پول میگیرن و اینها، معمولا کسایی هستن که حتما تلویزیون های پابلیک تیوی آمریکایی رو نگاه نکردن، چون همش تلویزیون های کمرشال رو نگاه میکنن. ولی ببینید اینجا حتی سازمان های سیاسی احزابشون هم میاد دست به دامن مردم میشه. این مال حزب دموکراته که نوشته که ما احتیاج داریم که چند هزار نفر امروز تا پایان فردا با ما کمک کنن تا ما اون حدی رو که میخوایم بهش برسیم. بعدم نوشته دونیت کردن، یعنی هدیه کردن، 10 دلار، 15 دلار، 20 دلار، یا اینجا نوشته کانتریبیوت انادر اماونت، یا هر چیزی که میخواین. من بارها گفتم من افتخار میکنم که برم وایسم از آمریکایی‌ها گدایی کنم، برم وایسم دم جاینت، دم سیف وی، دم شما نمیدونم فروشگاهاتون چیه، ویگلی بیگلی، هرچی، برم اونجا گاری هول بدم، گاری ها رو از تو پارکینگ جمع کنم، ساعت 8 دلار 10 دلار بگیرم، بیام هزینه این بکنم که بتونم صحبت کنم. یعنی من بهای آزادی رو پرداخت میکنم. ضمناً من در تلویزیون رنگارنگ امیدم این بود که دوستانی که میبینن این برنامه رو و مایل هستن برنامه داشته باشن تماس بگیرن. باورتون میشه بیش از 20 نفر تماس گرفتن، آقا چقدر خوب شد شما دوباره آمدی و ما هم میایم برنامه میذاریم و اینها. گفتم خب با آقای داور تماس بگیرید. نه ما میخوایم تو برنامه خودت باشیم. گفتم خرج داره. نه آقا من بازنشسته هستم، من از کار افتاده هستم، من بدبختم، ذلیلم، من وسایلم رو تو ایران آخوندها گرفتن مصادره کردن. گفتم شما هم مثل دکتر مرتضی آقا محمدی دروغ میگید. مرتضی آقا محمدی من نمیدونم رفته زن جوونی گرفته، ماجراش چی بوده، طلاق داده، حالا میگه زن من همه چیزامو برده. آقا برد که برد، دیروز سیل اومد خونتو سیل برد، امروز زنده هستی، برو از نو شروع کن. اینقدر دست گدایی به این و اون دراز نکن. راجع به دست گدایی و اینا، یه نفر امروز آمد ویدیوشو من حاضر کرده بودم ببره،
بعد گفت که حالا براتون یه چیزی بگم راجع به این سیاستمدارای آمریکا که اینها هم درست مثل آخوندا هستن و دست گدایی به سوی این و اون دارن. و یه نامه‌ای مال یه مسجد مسلمونا بود که فرستاده بود که پول بدید 25 دلار 50 دلار 1000 دلار 50000 دلار. ایشون گفت که من به این مسجدا میگم شما هم مثل کلیساها یه شنبه ها کلاس بذارید، مجالس عروسی، مجالس ختم، اینا رو از برای مردم بذارید، بابتشون پول بگیرید. چجوری یه سالونی اینجا درآمد داره، احتیاج نداره از کسی دونیشن بگیره، شما هم این کار رو انجام بدید. ضمن اینکه ایشون یادش رفت همین کلیساها هم یه سبدی میدن و بدون صدا پول جمع میکنن. بعد یه جوک برای من گفت راجع به این آخوندا. البته به من گفت نگی یه وقت اینو تو برنامه. گفتم مگه میشه شما به من چیزی بگی من تو برنامه نگم؟ اینجا هیچ چیزی آف دی ریکورد نیست، همه چی روی میزه. گفت که نگی توی برنامه. گفتم چیه؟ گفت یه نفر بچهشو برد که این هنرمند بشه و موسیقیدان بشه و اینها. معلمه یه دو جلسه که باهاش کار کرد متوجه شد این بچه خیلی کمروه و اصلا امکان نداره توی جامعه جلو مردم بتونه مثلا ویالون بزنه یا خوانندگی کنه و اینها. بهش گفت که یه کلاسی هست اینجا، این بچه‌ت رو 2 ماه ببر بذار اونجا، بعد که اونجا یاد گرفت در حضور مردم چگونه مثل این سربی توپق نزنه و حرف بزنه و زانواش نلرزه و اینها، بیارش اینجا. پدر وقتی رفت گفت خب این معلمه گفته 2 ماه، من چه خوبه که 6 ماه بذارمش که دیگه پرروه. 6 ماه گذاشت بچه رو اونجا و برگشت خدمت معلم. گفت بفرمان. گفت کجا بودی؟ قرار بود بعد 2 ماه بیای. گفت نه، اینو گذاشتم اونجا. معلمه گفت برات خیلی متاسفم، شما این بچه رو خیلی خراب کردی، حالا تنها کاری که میتونه بکنه اینه که بره آخوند بشه. یعنی آخوندا از پررویی هیچ حد و حسابی ندارن. حالا از این که توی آمریکا سیاستمدارا میان از مردم پول میگیرن، از اونایی که عضو حزبشون هستن پول میگیرن اینها، بگذرین. ببخشید من یه عافیت باشه. اینجا بیزینسمن ها، اونایی که صاحب بیزینس های بزرگ هستن، اینها هم به یه نوعی میان به اصطلاح نظرشون رو به مردم میگن. مثلا این بننجری که خیلی معروف هستن، 2 تا جوونی بودن که چندین سال پیش با هم یه بستنی فروشی رو انداختن و الان بزرگترین فکر کنم باشن، اگه اون رابین اسکن چیه اون یکی یادم رفته، اون یکی نباشه بسکین رابینز هم چیزی، اینا نوشتن که برای هم هی توییت کردن یا هرچی نوشتن که ما این برنی سندرز رو، این آقای پیرمردی که توی دموکرات‌ها میخواد رئیس جمهور بشه و من اگر بخوام رأی بدم به ایشون رأی میدم، اینها گفتن که ما هم برنی رو به اصطلاح حمایت میکنیم. بعضی وقتا بعضی از افراد وقتی که شک دارن، هنوز به یقین نرسیدن که به چه کسی رأی بدن، میان میگن خب ما مثلا ببینیم فلانی به کی رأی میده، ما هم به اون رأی میدیم. و اما این ماجرای خانم پررو فرح پهلوی رو من براتون اینجا از خودنویس که اونم همشهری ما هست، آقای نیکاهنگ کوثر، براتون اینجا نشون میدم و یه قسمتش رو میخونم. نوشته که فرح پهلوی گفته که آقای خاتمی بهتر بود یاد میگرفت با تمدن خودش گفتگو کنه. در برنامه ویژه‌ای که شنبه پیش از سوی شبکه ماهواره‌ای اندیشه افق پخش شد، مهدی آقازمانی و نیکاهنگ کوثر با شهبانو فرح پهلوی درباره سابقه کانون پرورش فکری که 50 سال پیش با دستور او آغاز به کار کرده بود، مثلا دستور، آخه این چی بوده که دستور بده؟ با پیشنهاد این شروع شده. بابا اینجا زن رئیس جمهور میاد یه سازمانی رو درست میکنه که مثلا وجتبل سبزیجات بکارین، پیشنهاد، دستور نمیده.
ایشون وقتی مقامی نداشته دستور به کی بده؟ و اگه مقامی داشته این چه کاره بوده که مقام داشته؟ آقای نیکاهنگ کوثر شما جوونی، آقای دکتر مهدی آقازمانی شما جوونی، اینها رو درست استفاده کنید. گند زده این خانم فرح پهلوی، شما نیارید کسی رو که گند زده توی یه اتاقی و بوی گندش به شما هم سرایت میکنه. در هر صورت همه ایشون همه همغمش این بوده که چرا گفتگوهای تمدن کشورها رو آقای خاتمی استفاده کرده. گفتم بابا برو فکر نون کن که خربوزه آب است. و این هم از این، باز ببینید تبلیغایی که اینا میذارن، حتی میان براتون به اصطلاح چی میگن این رو، وقت شمار میگن که نشون میده چقدر دیگه وقت داریم. یک روز و 9 ساعت و 34 دقیقه و 24 ثانیه که میرید الان هی داره کم میشه تا شما بتونید پول کمک کنید. دلیلش هم اینه که اینها باید پولایی رو که مثلا سال 2015 میگیرن فرق میکنه با پولی رو که سال 2016 میگیرن. بعضی وقتا یک سرموعد میگن داشت یا یک ددلاین میگم نمیدونم. بعضی وقتا ما دیگه فارسی و انگلیسیمون، نه انگلیسیمون خوب شد، فارسی هم از یادمون رفت. اینم از این. امروز شنیدم یا برنامه دیروز آقای داور بود که داشت صحبت میکرد، میگفت که 60,000 پلیس در نیویورک اشتباه میکرد ایشون. 6,000 تا پلیس که یه سری زیادش هم لباس شخصی هستن، فردا شب در اون میدان تایم سکویر هستن که مردم بتونن به اصطلاح با آرامش و آسایش این برنامه تحویل سال نو رو یا حلول سال نو یا اون آمدن پایین اون توپ رو به اصطلاح جشن بگیرن. دلیلش هم اینه که حالا ممکنه 2,000 تا باشن ولی اینا میگن 6,000 تا که مردم احساس امنیت کنن. گفت هیچ تهدیدی تا حالا نشده، ضمن این که توی نروژ و کشورهای اروپایی که اونها زودتر از ما، 6 سال زودتر از ما به اصطلاح سال نوشون تحویل میشه، اونجا تهدیدهایی هم شده بود. و اما باز صحبت از سال نو هست، در پایان سال 2015 نیاک، این ارگانیزیشنی که خیلی مرتب کاراش انجام میده، یه بیلان داره به شما تحویل میده که میگه ما نگاهی میکنیم به سال 2015 که چه کارها کردیم. اگه دوست داشتید از وبسایت خودشون، اگه نه ایمیل بزنید من براتون میفرستم. اینجا نوشته این چیزهایی هست که ما accomplish یعنی رسیدیم بهش، اون چیزهایی که میخواستیم این 2015. و بعدم نوشته حالا اون چیزهایی هم که در سال 2016 میخوایم اونها هم اینجاست. بذارید من براتون نشون بدم، همون New Year Resolution که میگه که چی. بعد اینها هم مثل سازمانهای سیاسی و اجتماعی و حقوق بشر آمریکا که معمولا tax deductible هستن، شما میتونید از مالیاتتون کم کنید، اینها هم تقاضای کمک کردن که اگه شما بهشون کمک کنید از مالیاتتون میتونید کم کنید. این هم باز رسم آخر سال همه این کار رو انجام میدن. بعضی وقتا دیدید دوستان میگن که یه عکس به جای 1,000 تا کلمه صحبت میکنه با آدم و آدم میگه که خب همه عکس ها خوبه دیگه. یه عکسی میفرسن میخوان منظورشونو بگن ولی خراب میکنن. این میخواد از بدی هوا در تهران بگه. بعد ببینید چقدر ناشیانه این. من فکر نمی کنم هیچ مادری اینقدر احمق و خودخواه باشه که ماسک هوا رو البته می دونید اینا ماسک های مواد شیمیایی و گازا و اینا بوده که حالا لابد توی ایران هم خرید فروش میکنن و اسرائیلی ها همه اینو دارن، درست سارا خانم؟ حتی دولت پخش میکنه. هیچ مادری اینقدر احمق، اینقدر خودخواه یا به قول آمریکایی‌ها سلفیش باشه که بیاد روی صورت خودش ماسک هوا بذاره ولی دختر نازنینش رو اینجوری در معرض اون هوای بد قرار بده. بله درسته، ممکنه این توی پارک
بالای شهر هم باشه که اصلا هوا کثیف نیست این عکسو گرفتن و میخواستن بدی هوا رو نشون بدن، ولی این حماقت عکاس رو میرسونه که حالا چون دارم میگم حماقت اسمش هم بگم یا نگم، آقای مهدی بلوریان بوده از فارس نیوز، و حماقت اون کسی که به اصطلاح این کار رو کرده. ولی از اینکه هوای تهران به شدت بد هست که آمدند و مدرسه ها و مهد کودک و اینا رو تعطیل کردن و حتی اون ترافیک روزهای شماره های زوج و اینها رو هم باز میخوان به اصطلاح به کار بگیرن، هیچ حرفی نیست. امروز برای 8 دقیقه من این رادیوی آقای قائم مقامی رو گوش دادم، من واقعا نمیفهمم شنوندگان شما آقای سعید قائم مقامی باید یا گوششون ضعیف باشه یا مغزشون نمیگم اسلو باشه، یه اشکالی داشته باشه که بتونن یک صدای به این خشنی و داد همینجوری دائما گوش بدن. بله در گفتن صدا باید بالا بره پایین بیاد ملایم بشه تا اون احساس درونی شما رو منتقل کنه، ولی دوست نازنین از اول تا آخرش فریاد زدن، من مطمئنم شما باد فتق گرفتید، مطمئنم عمل کردید، دیگه هیچ فتق و پرده ای نیست، راحت براتون یه پرده زیلو نمیدونم چی بافته دکترها انداختن اون تو، حالا هر چی دلت میخواد داد بزن، دیگه نگران اینم نیستی که قور بشی. آقا نکن برنامه خودت رو گوش بده ببین این چجور اخبار گفتنیه، از بس میخوای داد بزنی کلمه ها رو هم غلط میخونی، کلمه هایی که از رو داری میخونی. یه بار برنامه خودتون رو نگاه کنید دوستانی که دوست آقای قائم مقامی هستید. من روزی هم که ایشون جدا شده بود از زنش و این برنامه ها و اینها رو میخواست شروع کنه باهاش مصاحبه کردم، این رادیو رو براش پروموت کردم که هیچ کدوم از اینها توی وجودشون همچین خاصیتی نیست. این رو دارم به اون دوست قدیممون کوین میگم، برو الان نگاه کن تمام اینهایی که شما تبلیغشون میکنی آقا کوین، یکیشون حاضر نیستن اسم یه نفر دیگر رو بیارن از بس که به خودشون کم اطمینان دارن. من اگه به خودم اطمینان نداشتم جرأت نمیکردم سراغ دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی و آقای قائم مقامی برم، چون میگفتم نکنه یه نفر اینا رو نشناسه و از امروز بره اونا رو گوش بده. من اتفاقا تشویق میکنم، میخوام از شما برین اونا رو ببینید گوش بدید بعد خودتون قضاوت کنید، اگر دیدید اونا بهترن که چه بهتر، من بهتر رو به شما معرفی کردم، وظیفم رو انجام دادم. اگر دیدید که ای داد بیداد چه دیوانه هایی داریم، باز اقلا قدر بنده رو میدونید. اینم از این. خب خانم فرح دیبا رو گفتیم که ای کاش ایشون هم دهانش رو چند سباهی که از عمرش باقی مونده میبست و مردم رو آزار و اذیت نمیداد. و اما فردا پنجشنبه 31 دسامبر 2 بعد از ظهر برنامه زنده ای داریم با آقای قربان علی حسین نژاد از پاریس که ایشون قرار شد لطف کنن به اصطلاح تاپیک برنامه ها رو بفرستن و این رسمه که تاپیک یا موضوعاتی رو که میخوان دربارش صحبت کنن میفرستن، مجری برنامه اونها رو نگاه میکنه، مجری برنامه اونها رو عنوان میکنه، میپرسه به صورت پرسش و اون مصاحبه شونده میاد اینها رو اینجا میگن elaborate بازش میکنه، توسعه میده، نمیدونم بستش میده برای این و اون. بله ما امروز آمدیم و این چیز رو اضافه کردیم، این دینگی که شنیدید دوستمون داریوش تماس گرفت، خیلی خوشحالم. چی بهش میگن تلگرام، چون دوستان هر روز زنگ میزنن ایمیل میفرستن آقا چرا رو تلگرام نیستی، آقا چرا روی نمیدونم واتساپ نیستی. میگم بابا اولا تلگرام و تلگراف و اینها مال قرن 18 و 19 بوده، دلیلی که ما نیستیم اینه، الان زمان زمان فیسبوکه، زمان زمان توییتره، زمان زمان اینترنت ما رو اینا هست. حالا اگه یه زبلی آمده اونو استفاده کرده اسم رو و ازش یه چیزی آورده بیرون که این تلگرام همون توییتره مثل که یا شرکت یکیه یا اینا، ببینید اینا اینجوری میکنن وقتی که شما رو اسیر خودشون کردن با وایبر، با توییتر، با نمیدونم واتس اپ، با 100 تا پروگرام دیگه،
هی اسم شما رو میفروشن، آقا ببین ما 2 میلیون داریم، آقا ببین ما 100 میلیون داریم، آقا ببین ما 7 میلیون داریم، ببین 7 میلیارد داریم. اسامی شما رو میفروشن به یکی، میرن یه شرکت دیگه خودشون میزنن همون کار دوباره میکنن. اون وقت شما نگاه میکنی میبینی در 50 جای مختلف اسمت هست، ولی اون موقع 50 تا دوست داشتی یه جا، الان 50 تا دوستت 50 جای مختلفن. یعنی اینها نه اینکه سوشال نتورک هستن، بدتر باعث جدایی شدن. ولی خب چه کنیم، جبر زمان ما رو مجبور میکنه. من امروز وقتی رفتم اینو گذاشتم روی کامپیوتره، باور کنید اصلا نمیدونستم خب این چه فرقی داره با توییتر و چرا من حالا با رو توییتر بذارم، رو فیسبوک بذارم، رو بالاترین بذارم، روی نمیدونم آرشیو خودم بذارم، چی کار میکنه؟ فقط وقت من و شما رو بیشتر میگیره. چی کار میکنه؟ وقت شما رو بیشتر تلف میکنه. یه خبری رو که اینجا میبینی، اونجا میبینی، اونجا میبینی، اونجا میبینی، فایدهش چیه؟ اگه کسی دوست داره درباره بله داریوش نوشته آقا چه عجب اومدی تلگرام، حالا چه فایده ای که من اومدم تلگرام؟ مثلا الان که اومدم تلگرام، شما فقط به اونایی که رو تلگرام هستید کمک میکنید، اون تلویزیون ها رو حمایت میکنید، پس چه فرقی میکنه؟ اتفاقا یه دوستمون گفتم من ممکنه به خاطر این برنامه ساعت 12 رنگارنگ و برنامه 2 مجبور بشم برنامه رنگارنگ رو با پوزش از بینندگان رنگارنگ از آقای داور به اصطلاح توقفش کنم. ایشون گفت نه یه چند ماهی بمون بیننده های ایران و اینها. بعد خودش گفت، گفت حالا بیننده های ایران چه سودی برای شما دارن؟ ما درسته که این تلویزیون رو باز کردیم که حرفامون رو با شما بزنیم، ولی از اون ور باید یه هزینه‌ای درآمدی هم داشته باشیم. دیروز برید این برنامه رو اگه ندیدید ببینید، دیروز یه خانمی توی برنامه تلویزیون رنگارنگ زنگ زده میگه آقا من یه چند تا برنامه شما رو دیدم، حالا نمیدونم از تلویزیون مردم دیده از تلویزیون رنگارنگ، و شما چرا این کارو میکنید؟ شما ببینید جامعه ایرانی که احتمالاً این خانم تازه خارج هم هست، احتمالاً هر وقت هم میره ایران به اونای دیگه پوز میده که آقا شما نمیفهمید من میفهمم. هنوز نفهمیده که تلویزیون قرار نیست بیاد کاری برای شما انجام بده. شما چند بار به یه تلویزیون آلمانی زنگ زدید؟ چند بار به یه تلویزیون آلمانی الان شبای تعطیلات همش این جشنهاشون لخت و مختیه زنگ زدید گفتید که هدف شما چیه از این برنامه؟ اینم یکی دیگه از دلایلی که من و شما لیاقت تلفن آزاد و تلفن باز رو نداریم. چرا به خودمون دروغ میگیم؟ من و شما هنوز زنگ میزنیم به برنامه میگیم آقا شما در مورد چی صحبت میکنید، من میخوام نظرم رو بگم. این شخص لیاقت میکروفون آزاد رو نداره. بله یه جایی هم هست توی آمریکا، شما میری طرف میاد $10 میده دوتا آبجو میخوره، بعدم اونجا اسمی نیست، نوبت میگیره میره میکروفون میگیره شعر میخونه، کاراوکی نایت بهش میگن، این سیستم کاراوکی هست. اون چون کسی حاضر نشده بهش میکروفون بده، میاد با خرید دوتا آبجو با نشستن اونجا میذاره، ولی همونم که میکروفون میگیره اگه بد بخونه بعد یه مدتی بعضی از مشتریان نمیان اونجا به خاطر این که بد میخونه. و من هیچ امتیازی تو این ندیدم که تلفن رو باز بذارم آقای تیرانداز از دبی بیاد از خوبی های دبی تعریف کنه، بعد وقتی بهش میگم آقا خب بیا صحبت کن، میگی نه آقا دبی منو میگیره اگه صحبت کنم. میگم آقا تو که میگی دبی آزاده، دبی مثل آمریکا، چرا آخه دروغ میگی پس؟ یکیش اون بود، یکیش آقای نجاری بود، یکیش آقا محمدی بود، یکیش دوستان دیگه بودن، خانمی بود لیلا، خیلی هم ابراز دیانت میکرد ولی به همه توهین میکنه. تو اگه دین داری برو دین، انقدر سرتو بزن زمین تا از پیشونیت خون بیاد، به من چه؟ تو خونه خودت برو این کارو بکن. ولی نیاد ما در منزلمون، والا حالا یه شاید دوشنبه آوردم این سین تابلو بهتون نشون بده یا عکسشو میگیرم میارم بهتون نشون میدم که ساین زدین بابا جون اگه میخوای چیزی بفروشی، مخصوصا اگه میخوای دین خودت رو به من بفروشی، در نزن اینجا.
ولمون کنید، والا از دست اینا میخوایم پناهنده بشیم بریم تو آپارتمان زندگی کنیم. تو آپارتمان بودیم راحت بودیم، البته اونجا هم گاهی وقتا بچه ها میمدن اذیت میکردن، تمام زنگا رو از بالا تا پایین زنگ میزدن. در صورت ممنونم، مرسی. اگر چی میگن داری ما رو میبینی یا میشنوی، آقا داریوش از آلمان، و این داریوش خودش گوینده رادیو بوده و هست، نمیدونم چرا حالا دیگه برنامه اجرا نمیکنه. شاید اونم یه چیزی دیده که توی آمریکا وقتی یک کاری رو انجام میده بعد ول میکنه، بهش میگن که چرا دیگه این کار رو انجام نمیدی، میگه من حالا دیگه باهوش شدم، اون موقع نادان بودم، دیوانه بودم، حالا باهوش شدم دیگه این کار رو انجام نمیدم. و اما باز این رو براتون نشون دادم که سازمان های اینجا خیلی عادیه، از مردم پول میگیرن، تلویزیون های که پابلیک هستن از مردم پول میگیرن، و ما امیدوارم برسیم به اون روزی که یاد بگیریم این کار رو انجام بدیم. اینم از این. و اما کره شمالی، میدونید که کره شمالی یکی از کشورهای دیکتاتوری هست که الان دیگه واقعا بعد از اینکه جدا شدن و بعد از اینکه زیر به اصطلاح سیستم چین و روسیه بوده و هست، یه چیزی درست کردن به این مسخرگی. شما نگاه کنید، مثلا این ژنرال ارتشی دیگه از بس روی کتش مدال زدن، دیگه روی تنبونش حالا زدن، این یکی همینجور، این یکی هم همینجور، و نوشته که 11 حقیقت. این مال همین امروز هم هست، چهارشنبه 9 دی ماه 1394 برابر با 30/12/2015، و این از وبسایت ایران پرس نیوز هست. میگه که 11 حقیقت درباره کره شمالی ایسنا نوشته. این گروه ایسنا همون دانشجویان نیستن؟ من نمیدونم، این یادم نیست درست کدومش بود، مال دانشجویان بود، ولی دانشجو معمولا نوشته هاشو اینا تو همون سطح دانشگاه خودش ربط داره و مطرح هست، بیرون که میاد دیگه اگه سازمان و ارگان و تبلیغ میزنن اینا، نمیدونم، در اصل کار ما یه جا و دو جا خراب نیست. کره شمالی به عنوان یکی از معدود کشورهای تحت سلطه حکومتی تمامیت خواه در جهان همواره شاهد شایعات و گمانزنی های فراوانی درباره وضعیت کشورداری بوده است، اما برخی حقایق کمتر شناخته شده درباره این کشور منزوی وجود دارد که شاید به سختی بتوان آنها را باور کرد. روزنامه ایندیپندنت نوشت تأیید بسیاری از حرف هایی که درباره کره شمالی زده می شود کار سختی است و باور آنها آسان نیست. در ادامه به 11 حقیقت عجیب درباره کره شمالی که حاصل تحقیقات و منابع مختلف بوده و شما احتمالاً تا کنون چیزی درباره آنها نشنیده اید اشاره میکنید. میکند. شما اگه داری از درباره اون ایداد بیداد، یا فارسی ما خرابه یا فارسی شما. در کره شمالی با داشتن 7.7 میلیون سرباز مرد و زن، بزرگترین ارتش جهان را دارد که شامل پرسنل فعال، ذخیره و نیروهای شبه نظامی می شود. این در حالی است که ارتش آمریکا تنها 1.5 میلیون پرسنل نظامی دارد. در کره شمالی مواد مخدر ماریجوانا غیرقانونی نیست و شما به راحتی می توانید از بازارها این مواد مخدر را تهیه کنید. 3. بزرگترین استادیوم فوتبال جهان در شهر پیونگبانگ پایتخت کره شمالی قرار دارد و گنجایش 150 هزار تماشاچی را دارد. 4. تقویم کره شمالی بر اساس روز تولد کیم ایل سونگ بنیانگذار این کشور تدوین شده است که 15 آپریل 1912 است. بدین ترتیب در حال حاضر در کره شمالی تقویم سال 103 را نشان می دهد، نه سال 2015 میلادی. در طول دهه 1990 همه معلمان در کره شمالی ملزم به یادگیری ساز آکاردئون بودند.
ببین دیوانه وقتی بشه رهبر این میشه، هر چیزی رو خودش دوست داره به فکر علیلش میرسه، به مردم میخواد منتقل کنه و فکر میکنه اون بهتریه. بله، ششمیش عجایبش اینه، کره شمالی مجبور شده به دلیل کمبود کود در این کشور از فضولات انسانی برای کشاورزی استفاده کنه. هفتم، طبق زندگی نامه رسمی کینگ جونگ ایل، رهبر سابق کره شمالی و پدر رهبر فعلی این کشور، وی ظاهراً 3 هفته بعد از متولد شدن توانسته راه رفتن را یاد بگیرد. چرا این دروغا رو به خورد مردم میدن؟ برای اینکه بگن اونها آدمای متفاوتی هستن. مثلا یه احمقی میاد میگه که خامنه ای از فلان مادرش که آمد بیرون گفت یا علی، یا یه احمقی میاد میگه که حضرت علی که دنیا آمد شروع کرد به قرآن خوندن. اینها رو میخوان یا آدمای متمایز و نمیدونم بزرگتر از من و شما نشون بدن که مردم یه وحشتی توی وجودشون ایجاد بشه. در کره شمالی تنها 3 شبکه تلویزیونی وجود دارد که از این میان 2 شبکه تنها در تعطیلات آخر هفته برنامه پخش میکنند و 1 شبکه دیگر نیز تنها شبها تا ساعت 21 برنامه پخش میکنند. در کره شمالی هر 5 سال 1 بار انتخابات برگزار میشود، اما در این انتخابات تنها 1 گزینه قابل انتخاب است. تفاوت این شما با حزب رستاخیز، تفاوت این با انتخابات آخوندا به من بگید. همشون مثل همند. دیکتاتور که میشی مهم نیست که تاج پادشاهی رو سرت باشه، یا مثل این احمق مواتو اینجوری آرایش بدی، یا مثل اون یکی آخوند عمامه بذاری رو سرت. دیکتاتور که شدی احمق بودن باهاش میاد، و وقتی دیکتاتور نباشی میشی مثل رئیس جمهور اون کشوری که با یه فولکس واگن میره سر کار، میاد لباس پوشیدنش رو ببینید، حرکاتش رو ببینید، داراییش رو ببینید، کمک به مردمش رو ببینید. نمیدونم کدام کشور بود. بله، کره شمالی پوشیدن شلوار لی یا برند لی، برند بلو دنیم را غیرقانونی اعلام کرده، زیرا این شلوارها نماینده سرمایه‌داری آمریکا هستند. اتفاقا این شلوارها نماینده کارگر بودن آمریکایی هستند. تمام اینهایی که توی مزرعه کار میکنن، تمام اینهایی که کارهای سخت میکنن، همشون شلوارهای جین میپوشن. و این احمق اینجوری گفت. در کره شمالی زنها تنها 28 مدل آرایش موی سر مجاز و مردان نیز فقط 10 مدل آرایش موی سر مجاز دارند. حالا شما ببینید که این دیکتاتورها، همه دیکتاتورهای دیگر هم دیدن، سابقه اونها رو هم خوندن، بازم به این زندگی و حکومت ننگین خودشون ادامه میدن. ببینیم آقای مصطفی زاده که احتمالاً شاهد برنامه است چی میگه. سلام، ممنون از مطرح کردن موضوع 2 دکتر بیمار. قصد من از ذکر موضوع قسمت زیر بود، اما اکنون میبینم که حضرات ضمن اقتباس از طرح مذبوع و به انحراف کشیدن آن، قصد دارند ضمن اخاذی از مردم همچون مجاهدین، گروه گروه جوانان داخل مملکت را به قتلگاه بفرستند. مصطفی زاده. موضوع زیر که مال ایمیل بعد قبلی بود، ایشون نوشته بود در ذهن من نظرم این است که شما اگر حدود 1-2 ماه در تلویزیون رنگارنگ، چون از این طریق عده‌ای از ایران به برنامه‌های شما خواهند پیوست، هرچند که احتمالاً برای شما سودی هم در بر نخواهد داشت، من یه حقیقت دیگه‌ای رو هم بهتون بگم. من فکر نمی‌کنم تلویزیون رنگارنگ، تلویزیون اندیشه، تلویزیون کانال 1، این بند خداها، تلویزیون پارس، اگر پولی هم خرج میکنن برای ایران و اروپا، من فکر نمیکنم ایرانی ها بشینن این تلویزیون ها رو نگاه کنن. اینه دیگه، باید با خودمون رو راست باشیم. تلویزیون هایی که اونجوری فارسیوان و جم اومده کانال های مختلف گذاشته، پی ام سی موزیک گذاشته، من فکر نمیکنم. حالا این دوستان اگه فکر میکنن و آماری دارن، خب اونا یه چیزی میدونن که من ندارم.
و قسمت دومش هم شما درست میگی. من اگر کسی هم از ایران زنگ زده میگه آقا من میخوام حمایت کنم، میگم اولا همچی کاری رو نکنید، باعث دردسر خودتون نشید، بعدم شما هرچی هم داشته باشی باید فعلا اونجا این با این گرونی با ریال کار میکنید، با تومن کار میکنید، با دلار خرج میکنید، ما نمیخوایم بارمون رو دوش شما باشه. به امید اون روزی که دوستانی که خارج از ایران هستن همت و غیرت داشته باشن که بگه من سهم خودم رو که میدم هیچی، سهم یه نفرم که تو ایران هست پرداخت میکنم، مای 7 دلار، مای 10 دلار، مای 20 دلار برای خودش قرار بذاره و پخش کنه. این رو هم گفتم و این یکی هم نشون دادم که حتی ساعت گذاشته که تا کی، تا فردا بعد از ظهر پول بدید. کره شمالی رو هم خوندم. و اما انتخابات ایران نزدیک است، اوکی؟ از اون ور ماها پیش شنیدیم که این ناوهای هواپیما بر آمریکایی راه افتادن رفتن به طرف خلیج فارس. نوشته که US carrier Harry S. Truman has close call with Iranian rockets. close call وقتی که یه چیزی شوت میکنن، تیراندازی میکنن، حالا یا با راکت یا با بمب، یا با بمب نه، با توپ یا با هواپیما اینها، و این به اصطلاح نزدیکه. اینجا دو تا هواپیما هم که تو هوا توی فرودگاه میشینن میخوان پارک کنن، اشتباه میکنن، یه در نزدیک همان میگن کلوز کار. دو تا هواپیما هم که تو هوا این قرار رو مثلا 30,000 تایی بره، این رو 28,000 تایی، این اشتباه کرده آمده پایینتر، یا این اشتباه کرده آمده پایینتر و پرواز میکنن نزدیک هم میگن کلوز کار. نوشته که این about 15,000 yard from an Iranian rocket in the Strait of Hormuz، تنگه هرمز. بعضی ها میگن چون انتخابات نزدیکه، ای آمریکا این بار رفته که اگر اون برنامه های قبلی پیش آمد، جنبش سبزی یه دفعه سر در آورد و انقدر پارچه که تمام بازار تهران نمیتونست انقدر باز پارچه سبز داشته باشه و اینها آمد بیرون و اینها، اون وقت این دوستان آمریکایی اونجا باشن که دیگه کسی فریاد نزنه اوباما تو با اونایی یا با ما. دوستانی که کلیمی هستن، یهودی هستن و مخالف سیاست‌های تندرو صهیونیستا هستن، دوستان همه کلیمی‌ها، همه یهودی‌ها صهیونیست نیستن. صهیونیست یه قسمتی هست که آمده یه حزبی رو، یه جنبشی رو شروع کردن، گفتن ما وقتی رسیدیم به اونجا این رو تعطیل می‌کنیم، ولی دروغ گفتن. وقتی رسیدن به اونجا، تازه به اونجا یعنی اسرائیل رو درست کردن و اینها، تازه شروع کردن تندروی هاشون رو بیشتر کردن. ضمناً سارای عزیز از تل آویو، اگر خواستی، یکی از مشکلات دولت اسرائیل اینه که هنوز مرزهاش رو معین نکرده. دومین مشکلش اینه که قطعنامه های سازمان ملل رو قبول نداره. میاد تو سازمان ملل وای میسه، نمایش میذاره، بمب منفجر کردن و نمیدونم بمب اینجوری شد و فلان اینا رو میذاره، ولی همونجا قطعنامه های سازمان ملل رو زیر پا میذاره. یه چیز دیگه که من از شما که احتمالاً کلیمی هستید میپرسم، شما به من بگید اگر اسرائیلی ها، کلیمی ها طبق کتابشون تورات رفت اون رعایت کرده بودن، سرزمین موعودشون اسرائیل و وایسادن اونجا، چی شده بود که قبل از جنگ جهانی دوم این همه کلیمی یهودی تو اروپا بود؟ چرا رفته بودن اینها؟ اینها دینشون رو زیر پا گذاشته بودن؟ حکومت اونجا بد بوده؟ چی شده بوده که از 5000 سال، 3000 خورده سال پیش، شماها که اصلا به نام قوم سرگردان، حتی خدا گفته که شما به اصطلاح سزاتون اینه که کشوری نداشته باشید، بیاین اینا رو صحبت کنید. به مردم دروغ نگید، نگید ما اینجا بودیم حالا میخوام بیان خانه پدریمون. اگه اینجوری باشه سرخپوستان باید ما رو همه رو با تیپا بندازن تو اقیانوس، بگن این خونه پدریمون رو برو گم شو. اگه اینجوری باشه ایرانیایی که تو کالیفرنیا هستید، مکزیکیا باید بیان همتون رو با تیپا بندازن وسط آمریکا.
این که ما فلان جا بودیم و نمیدونم الان عوض شده و اینها رو بریزید دور. اینها یه مشتی دروغایی که همین صهیونیست ها به خورد من و شما میدن. و ببینید این خانم که خودش کلیمی هست توی جنبش Jewish Voice for Peace، یعنی صدای کلیمیان، صدای یهودیان برای صلح، این البته بازم همشون دونیت، همه پول میخوان آخر ساله، ایشون نوشته که به دلیل اینکه من کلیمی هستم من حمایت میکنم آزادی و مساوات رو برای فلسطینی ها. حالا شما آقای اجلالی اگه میاد اون گردن بند رو میذاره، هی بیا بهش فوش بده، بگو چرا اون شال گردن بند نه اون شال رو میذاری. البته این زیر هم این خانم نوشته که we don't have billionaire backers we have you، میگه ما بیلیونرها حامی ما نیستن چون اونا صهیونیستن. میگه که شما اگه این کار انجام بدید 18 دلار کمک کنید، ما میتونیم به اصطلاح به این کارهای تبلیغاتیمون ادامه بدیم. من با وجودی که کلیمی نیستم این 18 دلار رو میدم، امیدوارم که 1 دلارش اقلا صرف این کار بشه، 1 دلارش صرف این بشه که بچه یه جوون اسرائیلی بفهمه اگه تو کلیمی هستی اینا بابا پسر عموهای تو هستن، این اسحاق و ابراهیم و اسماعیل و اینا همه پسر عموهای هم هستن. اگرم یکیش خر شد بهت سنگ زد، اون سنگ رو بردار بزن. شمایی که رفتی اون دوم اون سقف آهنی رو درست کردی، چرا رئیس جمهورت، چرا رئیس جمهورت میاد اینجا دروغ میگه، میگه راکتای اینها زدن ما رو، در صورتی که یک دونه از این راکتا از اون سقف آهنین نمیتونه عبور کنه. خب ممنونم رضا پهلوان. خب همین شد دیگه. حالا چه فرقی میکنه داریوش، تویی که من تو فیسبوک میشناسی، تویی که میتونی تو فیسبوک برای من ویدیو بفرستی، تویی که ایمیل منو داری، حالا چه فرقی میکنه که من اینجا باشم؟ فرقش اینه که من حالا باید یه جا توییتر رو امتحان کنم، یه جا ایمیلم رو نگاه کنم، یه جا اسکایپ رو نگاه کنم، یه جا فیسبوک رو نگاه کنم. یعنی گذاشتنمون سر کار، گذاشتنمون سر کار. یه تلفن داشتیم تو خونه اون گوشه، زنگ میزد بودی جواب میدادی، نبودی جواب نمیدادی، اومدن پیامگیر گذاشتن روش، شما نبودی، حالا که آمدی باید هی وایسی زنگ بزنی به اونایی که زنگ بهت زدن، شما نبود. خب تلفن همراه درست کردن، گذاشتن اون سر کار. تو خیابون داریم رانندگی میکنیم، داریم صحبت میکنیم، نمیفهمیم کدوم خیابون داریم میریم، دنبال چی داریم میریم، کجا داریم میریم. بعد میگن نه اگه تلفن دستت باشه جریمت میکنیم، یه چیزی بذار تو گوشت که سرطان بگیری، این مایکروویو موجهای کوتاه همینجوری بزنه این مغزتو داغ کنه. تازه ثابت کردن شما میتونی دستت آزاد باشه ولی فکرت مشغول نباشه، ولی تلفن اگر حتی دستت آزاد باشه فکرت آزاد نیست. درست گفتم؟ خودتون میدونی منظورم چی. اینم از مرسی، خیلی خوشحالم داریش خان، ما آمدیم و اسیر این تلگرام شدیم. حالا ببینیم چه سودی برای ما داره. ببینیم از امروز تا آخر فردا که آخر امسال هم هست، ما چند میلیون دلار میتونیم. گفتم اون دوستمون گفته بود که از مردم، با مردم، برای مردم، یه با همت مردم هم اضافه کن. گفتم والا ما اون وقتا تو شیراز میگفتیم آردار اشاره بی آر مناره یا مناره. یعنی شما میخواییم بگین که ملت ما اینجوری هست که من چون نگفتم با همت مردم کمک نمی کنن، حمایت نمی کنن. در صورت بازم یه بار دیگه آخر سال هست، ببینیم که چه گلی به سر خودتون میزنید. ممنونم از آقای مصطفی زاده. بله آقای مصطفی زاده برنامه آقای سعیدی رو دیده و گفته که سلام خدمت شما و جناب سعیدی گرامی، پرسشی دارم از آقای سعیدی که امیدوارم ایشان از طریق ایمیل پاسخ آن را برایم ارسال فرماید. تکسلولی ها در اعماق دریا از یک نوع خاک به وجود آمدند.
یا خاک به وجود آورنده آنها در انواع مختلف بوده است. این سوال اینجوریه: تکسلولی ها در اعماق دریا از یک نوع خاک به وجود آمدند یا خاک به وجود آورنده آنها در انواع مختلف بوده است؟ دوم اینکه نام و نامهای خاک یا انواع آن خاک ها را برای من ارسال فرمایند و چنانچه مقدور است در رابطه با جان یافتن تکسلولی ها توضیحی ارائه بفرمایند. با سپاس از شما گرامیان، ضیا مصطفی زاده. از شما ممنونم. من یادم نیست که با آقای سعیدی هیچ وقت از طریق ایمیل به اصطلاح ارتباط داشته باشم، همیشه تلفنی بوده. حالا امیدوارم ایشون صدای ما رو بشنوه، جواب بده. اگه ایمیل هست ایمیل بنویسه، اگه نه ما از ایشون خواهش کنیم یه ایمیلی درست کنن برای همین برنامه تلویزیونی، یه تلفن خودشون هم نمیخوان بدن، یه گوگلی مجانی بگیرن که هم تکس مردم میتونن بفرسن، هم پیام میتونن بذارن و الی آخر. اون رو هم ما اینجا اعلام میکنیم. همونجوری که بهتون گفتم، فردا ساعت 2 بعد از ظهر با آقای قربان علی حسین نژاد که مترجم ارشد رجوی بوده مصاحبه میکنیم و امروز هم ایشون برای من یک چیزی فرستاده که نامه خواهر احمد رضا و محمد رضا ایران پور از ساکنان لیبرتی. بذارید من این نوشته ایشون رو باز کنم، یه تبلیغ مجانی هم برای ایشون کرده باشیم. امیدوار باشیم که آقای حسین نژاد و دوستان هم ایدی یا حمایت تلویزیون مردم رو بفرستن بیان. بله میدونم اینها پناهجو هستن، حقوقشون کمه، ولی والا به خدا، به اون دینی که نه من دارم نه شما، اگر من دوره ای که پناهنده بودم، پناهجو بودم در آلمان، نمیدونم مای چند مارک بهمون میدادن، اگر یه جایی بود که یه تلویزیونی بود کمک میکرد به پناهجوها، صدای پناهجوها رو پخش میکرد، من باور کنید از همون پولی که حق شیر و نمیدونم خوراک بچه و اینها بود، حاضر میشدم مای 30 مارک، مای 20 مارک، دیگه مرگ توش، مای 15 مارک و روزی 50 فنیک رو بدم. حالا شده 50 سنت یورو. بله، پیوند رهایی وبسایت ایشون هست و دوستانشون، پیوند رهایی، نامه خواهر احمد رضا. و ببینید من روزی 100 تا نامه برام میاد که آقا اگه امکان داره اینو پخش کن. میگم والا امکانش هست، اگه همت داره $10 شما بدید بذارمش رو فیسبوک. توضیحات: چهارشنبه 9 دی، نامه خواهر احمد رضا و محمد رضا ایران پور از اسرای فرقه رجوی در لیبرتی به دبیر کل ملل متحد. به نام خدا، جناب بانکیمون دبیر کل محترم سازمان ملل متحد، با سلام و احترام، من ماه منیر ایران پور هستم از کشور ایران و شهر شیراز. این نامه و درخواستی ملتمسانه است برای تقاضای کمک از شما به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد. دو تن از برادران من به نامهای احمد رضا ایران پور و محمد رضا ایران پور در دیماه سال 1381 دسامبر 2002 به قصد ساختن آیندهی روشنتر کشورمان را ترک و به ترکیه رفتند تا از آنجا عازم کانادا یا یکی از کشورهای اروپایی بشوند. اما متاسفانه توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق MKO سید و فریب خورده و به کشور عراق و کمپ اشرف برده شدند. ما تا مدتها از سرنوشت ایشان بی اطلاع بودیم، تا اینکه از طریق افرادی که آن زمان از اشرف گریخته بودند از وضعیت آنها مطلع شدیم. میدونید این ماجرای کثیف به اصطلاح نیرو جلب کردن مجاهدین که به دروغ به این پناهجوها و سرگردانهایی که تو حالت برزخ زندگی میکردن توی کشورهای ترکیه و دیگر کشورهای به اصطلاح مجاور ایران، اینها میگفتن اگه میخوای بری اروپا بهترین کار اینه که شما اول بری ترکیه. حالا شما ببین این بنده خداها، جوونها چه عقلی داشتن. خب آقا من که ترکیه هستم، چرا برم عراق بعد برم از این ور؟
همونجا باید دوزاری اینا میافتاد، ولی اون موقع جدا شدگان نبودن که به اینها بگن. الان از چند سالی که جدا شدگان آمدن صحبت میکنن، شما ببینید چجوری این ریزش سازمان مجاهدین شروع شد و به کجا رسیده. علی مونده و حوزش و یه مشت سخنرانای اجاره ای. نبود کسی که به این جوان بگه آقا من رفتم اونجا، اونجا 6 سال تو زندان خودشون بودن، 8 سال تو زندان بودن، 3 سال تو زندان آمریکایی‌ها بودن. حالا هست، حالا این افراد هست، اینا میگن. نیان بگین چرا اینا دارن حرف میزنن. اینا حرف میزنن که دو تای دیگه که تو ترکیه هستن امروز بلند نشن برن اشرف، برن اشرف که تو سرشون خورد بشه لیبرتی، برن لیبرتی. که چرا آقا بیا اینجا، میخوام خودشون اونجا موندن مثل خر به گل، بیا آقا من میخوام به تو ویزا بدم تو بری اینجا. تو اگه ویزا میتونستی درست کنی برای این بدبختایی که 60-70 تاشون شده همه مریضن درست میکردی. ولی اونی که احتیاج داره، اگر شما یک حبابی هم روی آب ببینی، این دست میندازه حبابو میگیره، دیوانه نیست ولی فکر میکنه یه چیزی شاد رو آب وایسه. اینم از این. فردا با آقای قربان علی حسین نجات خواهیم بود. همین الان که با شما صحبت کردم دارم صحبت میکنم. ببینید یعنی این از حالا تا نوامبر که انتخابات هست، یا از حالا تا انتخابات های دیگه، ببینید اینا چپ و راست برای ما ایمیل میفرستن. اصلا بعضی از اینها مثلا من اصلا نمیدونم این آقای رالف نورتان کی هست، کجا هست، ما چجوری یه 5 دلار، یه 10 دلار، یه 20 دلار به یکشون که کمک میکنید، اونا اون اسم رو میرن میفروشن به اونای دیگه، میگن این آقا پول داده، این خانم کمک کرده، اونا میافتن به جونت. یعنی اینم یه بدبختی. حالا ما اینجا قول میدیم اگه شما میترسید که تلویزیون مردم اسمتون رو بده به یه جایی بگه آقا این خیلی همت داشت اینقدر به ما کمک کرد، ما اون کارو قول میدیم انجام ندیم، صدامون هم در نیاد، خفه خون بگیریم، بگیم این که کمک میکنه برای خودمون نگه داریم. خب بله آقای مصطفی زاده، اگه دوست داشتید یه ویدیوی 5 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای درست کنید. ضمن اون نامه‌ای که برای من فرستاده بودید، نمیدونم چه چیزی رو شما کپی کرده بودید، تمام چیزای جیمیل رو برای من فرستاده بود، یعنی چیزایی که جیمیل می‌نویسه، مثلا این اینجوریه، اینقدر ایمیل داشتید، اینقدر تو این باکستون هست، اینقدر ایمیل فرستادید، اینقدر ایمیل به صورت درافت، ما میگفتیم چرک نویس، ولی پیشنویس درسته، پیشنویس، اینا میگن درافت، پیشنویس، آدم می‌نویسه بعد که فاینال میشه اون دیگه نهاییشو ارسال میکنه میره. تو ایران میگفتیم چرک نویس، لابد از بس هی پاک میکردیم و مینوشتیم یا خط میزدیم میگفتن این چیه چرک شده. و اما اون رو هم خوندم، نامه خواهر این، همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر. اجازه بدید براتون بگم، میدونید که دوستانی هستن از جمله آقای حالا شاد نخوانستشون بگم، توی این برنامه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران فعالیت میکنن و خیلی جالبه برای من، یه چیزی رو بالا نوشته بودن، البته این آقای زرابی برای من فرستاده، و وقتی که شما اینو میخونی متوجه نمیشی برای چیه. بعد پایینش نوشته پرسش 8، این که شورای همبستگی، البته پرسش رو بعد از پاسخ نوشتم، این که شورای همبستگی برای انتخابات از چه زمانی و با چه هدفی شکل گرفت. این جمله درست نیست، اصلا این که برای چیه، باید بنویسید شورای همبستگی برای انتخابات از چه زمانی و با چه هدفی شکل گرفت. ارزیابی شما این است که این شورا را تا چه حد به اهداف خود دست پیدا خواهد کرد. واقعا دوستان فکر نکنید من دارم الکی میخونم، ما بذارید براتون اینا رو بزرگ کنم، واقعا اینا دارن اینجوری مینویسن. نگاه کنید، بذارید یکم دیگه بزرگترش کنم که توی این قابل خوندن باشه. حالا ببینید این دوستان، این دوستان میخوان به من و شما، یعنی بشن شبان من و شما، ما رو به، البته من فکر کنم درسته این کلمه شبان، یعنی این دوستان ما رو میبرن قشنگ میدن دست سلاخ خونه. ببینید دوستان این جمله رو بخونید، پرسش 8، این که شورای همبستگی برای انتخابات کاما از چه زمانی و با چه هدفی شکل گرفت. این که لازم نداره.
دوم، ارزیابی شما این است که این شورا را تا چه حد به اهداف خود دست پیدا خواهد کرد. این درسته دوستان؟ این جمله درسته؟ من فارسیم بد شده بلد نیستم؟ یا این دوستان بد می نویسن و ندارن کسی رو که یک نگاه کنه بگه آقا این چیزی که نوشتی نفرست، این غلطه. حالا بیام اصل ماجرا رو بخونیم. انقدر ما فرع داریم که اصلش دیگه از یادمون میره. این اصلش، بذارید من براتون این رو هم خاموش کنم که من رو نشون نده. اوکی. بفهم. کوروش زعیم گفت همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران را ما در 15 اردیبهشت 1388 اعلام موجودیت کردیم. دوستان این جمله هم غلطه. اگه میگید همبستگی برای دموکراسی و حقوق شرکت بشر در ایران، یعنی داره راجع به سازمان میگید دیگه. نمیدونم، بذار براتون بخونم، ولی اینا غلط مینویسن. این دوستان فارسیشون خراب شده. موجودیت کردیم که در رسانه‌های فارسی زبان بین المللی منعکس شد. چند ماه پیش از آن با مشارکت حدود 25 حزب و سازمان‌های مردم، نهاد مدنی، حقوق بشری، کارگری، فرهنگی، قومی و غیره تشکیل شده بود. چند ماه پیش از آن با خیلی جالبه. پس چند ماه قبل 25 تا حزب و سازمان‌های مردم و اینها درست شده بوده، بعدن اینها میان همبستگی برای دموکراسی اینها رو درست میکنه. اینا دوستان تو ایرانی هست که احزاب فعالیتشون غیرقانونیه، نه؟ نمیدونم موندم. خب در 27 اردیبهشت 88 ما که تقلب و اعتراضات گسترده مردمی را پیش بینی می کردیم. What؟ یعنی مردم تقلب کردن؟ ما که تقلب و اعتراض گسترده مردمی را پیش بینی می کردیم، یعنی ما باید بگیم ما که تقلب حکومت در انتخابات و از طرفی اعتراض گسترده مردمی را پیش بینی می کردیم، مانیفستی برای تغییرات بنیادین در نظام سیاسی به عنوان پیشنهاد برای نجات میهن منتشر کردم. ببینید فارسی وقتی میگم بده، ببینید تا میگه ما کردم. والا اگه معلم انشای ما بود حالا با خطکش دوتا زده بود تو سرمون، با چوبم دوتا زده بود رو دستمون. ما جمعه آقای کوروش زعیم، ما جمعه، بله، منتشر کردم. من خوشحال میشم اگر شما این پیشنهاد برای نجات میهن رو هم برام بفرستی تا من اشتباهاتت رو بگیرم که ببینیم چرا کار نکرده. بله، حالا میگه که منتشر کردیم که میگه کردم و من درستش کردم که گسترده بازتاب یافت. منظور شما از گسترده چیه؟ چند میلیون نفر اینو دیدن؟ دوستان شما همچین چیزی دیدید، شنیدید تو تلویزیون ها؟ هر کی ندیده برای اینها بنویسه آقا ما ندیدیم، اقلا از اینجوری یه سری مشتری باشون تماس بگیره. من این کسی که مسئول این سازمانه آدم بسیار روشن و خوبیه، با هم دوسته ها، کسی که روسیه رفته، همه جایی که دنیا رفته، الان هم فکرم تو اروپا زندگی میکنه. ولی آقا دوست اونه که بهت بگی بابا این غلطه. یعنی شما میگید اگه بابا و مامان ما رو دوست داشت، ما انشا غلط مینوشتیم، با ما شروع میکردیم، با فعل اول شخص مفرد، با کردم، رفتم، آمدم تموم میکردیم، بابامون میگفت من بهش نگم، چون دوستمون داشت بهمون میگفت. شما هم ما چون دوستتون داریم بهتون میگیم. این مزخرفات چیه؟ 25 تا حزب و سازمان آمدید شما کردید یکی، اعلام موجودیت کردید که ما خبردار نبودیم، اعلام کردید، پخش کردید، فرستادید، کجا؟ نتیجهش چی بود؟ خب حالا ببینید چی شد. ولی حرف دل، بله تمام، آها، منتشر کردم که گسترده بازتاب یافت و برایم خیلی گران تمام شد. ولی حرف دل بخش عمده‌ای از جمعیت ناراضی ایران بود.
چجوری فهمیدید؟ این تومار رو مردم آمدن امضا کردن؟ اون تومار کجاست؟ وقتی که برای شما گرون تموم شد، اونایی که حرف دلشون با شما یکی بود برای شما چه کار کردن؟ اوکی. پس از ماجرای 88 که شمار زیادی از اعضای همبستگی با عناوین مختلف به زندان افتادند و شرایط اختناق و امنیتی شدیدتر شد، ما دست نگه داشتیم تا شرایط مناسب تر شود. دوستان نگاه کنید، اینا کسی هم که پیشبینی می کردن که انتخابات تقلب میشه، پیشبینی می کردن که این دولت دیکتاتوری برامون نون و پنیر و سبزی که نمیاره، شیشه کانادا و پپسی احتمالاً آماده است یا باتون جدید اسرائیلی آماده است. بعد میگه حالا که ما رسیدیم به اینجا و اینها، فعالیت اون نگه داشتیم. یعنی شما از این آقای زعیم سوال کن، آقای زعیم شما که آمدی اینا رو گفتی برای این بود که وقتی که حالا گرفتن و انداختن زندان و اینها، وقتی که تلاشا رو ول کنید برید؟ اگه اینجوری بود که انقلاب نمیشد، که انقلاب که شد اینجوری بود، 10 نفر آمدن یکیشونو گرفتن، 100 تای دیگه آمدن بیرون 4 تاشونو گرفتن، 1000 تا اومدن 20 تاره گرفتن، 20 تاره گرفتن 20000 تا آمدن بیرون. شما بلد نیستی آقا، مثل من که آمدم گفتم آقا من نمیتونم، عذر میخوام، اشتباه کردم، گفتم میتونم 2 تا برنامه داشته باشم در روز، دیگه اون کشش و جوانی و اینها رو ندارم، از طرفی اون پولی که اون موقع داشتم و اون وقت آزاد ندارم، من با برم ویدیو بگیرم، اگر یک کسی حقوق بده به من، بله میام 8 ساعت مثل آقای فلانی، آقای میبودی، از این تلویزیون به اون تلویزیون، از این تلویزیون به اون تلویزیون، وسطشم میرم پالوده میخورم، بستنی اکبر مشتی میخورم، فلان. بیاین انسان بشید، انسان شریف بشید، انسان صادق بشید. اول به خودتون بگو آقا سربی چون پیر شدی از میکده بیرون رو نمیتونی. دوم به طرف زنگ بزن بگو آقا من عذر میخوام، من نمیتونم، توانایی این کار رو ندارم. جوونها من از شما عذر میخوام که سال 88 چنین مزخرف نوشتم که من میدونم اینا تقلب میکنن، من میدونم بعدش درگیری میشه، من میدونم بعدش میگیرن ما رو میندازن زندان، ولی بعدش بریم خونه هاتون، ما میریم خونه هامون یا هیچ فعالیت دیگه نمیکنیم. تو رو خدا اینا رو بنویسید به در و دیوار آویزون کنید ببینید اینا کیا هستن. این آقای کوروش زعیم از لحاظ من خیلی آدم محترمیه، ولی آقا قرار نیست هر آدم محترمی رو سر یه کاری بذاریم. شما حاضریه آقای کوروش زعیم قلبت رو جراحی کنه؟ چگونه حاضر نیستی قلب تو رو که یک نفر هستی جراحی کنه که 50% شانس داری بمیری، 50% زنده بمونی، ولی حاضری ایران رو با 70 میلیون بدی دست یه همچین آدمی؟ آقای کوروش عرفانی دیوانه، آقای نمیدونم بیژن افتخاری، اصلا اینا عقب افتاده هستن، حرف زدناشونو ببینید. آقا رشته تو چیه؟ دکترای چی گرفتی؟ سابقه کارت چیه؟ تو آمریکا چی کار میکنی؟ از کجا حقوق میاری؟ کی پول این تلویزیون رو میده؟ همین تلویزیون دیدار آقای فرهاد پارسی به من زنگ زد که آقا من با بیژن افتخاری و کوروش عرفانی میخوام صحبت کنم، این تلویزیون رو قراره بزنیم و اینها، من پولشو میدم، شما بیا اونجا کار کن. گفتم من مشکلی ندارم، من با همه کار میکنم، اونا مشکل دارن، چون من همین چیزو تو اون برنامه هم میگم و دیدید من تو تلویزیون رنگارنگم که هستم بهشون میگم، میگم آقا این کارهایی که شما میکنید بیفایده است، 10 نفر زنگ جمع میشید، زنگ میزنید، فوش میدید و میخندید و طرف میاد میگه آقا من دیدم آقای خامنه ای با فلانی به اصطلاح بازی میکردن. آخه مرد حسابی تو کجا بودی؟ آقا همه آخوندا بله کارشون خرابه، ولی تو این که میگی برای خودت کار درست میکنی، مثل آقای نوریزاده که میاد از اتاق خواب خامنه ای میگه خب کجا بودی آقای نوریزاده؟ تو اونجا وایساده بودی دستمال بدی بهشون؟ آخه خجالت بکشید بابا. اگه شما به من میگی خجالت بکش، من وقتی خجالت میکشم که اگه اون نگفته باشه من آمده باشم شایعه بسازم. برید ببینید برنامه های نوریزاده رو. بله به ما رسوندن، گفتن یه چیزی بهت رسوندن، کجا بهت گفتن؟
که از اتاق خواب اون خبر میده. از اون یکی میاد میگه آقا این وقتی مسجد فلان بود فلان. خب تو کجا بودی؟ تو باهاش میرفتی سوار فولکس واگنش هم میشدی میرفتی فلان روزه، اونا هم بهش یه تومن میدادن میرفت. آخه نکنید این کارو. آقای رضا فاضلی چند سال پیش یه دفعه گفت که یه ماشینی رو میخواستن برای اکبر هاشمی رفسنجانی بخرن، پول نداشتن، ایشون لطف کرده براش چی کرده نمیدونم فینانس کرده. هم حتما اون موقعی بوده که آقای رضا فاضلی هنرپیشه درجه دو درجه سه توی بنگاه ماشین فروشی هم کار میکرده. حالا این بدبخت یا اومده خریده یا نه، تو سرش بزنه رفسنجانی اصلا بمیره به من چه. ولی آقا تو داری نشون میدی که اون موقع به دلیل اینکه احمق بودی و به دلیل اینکه دنبال اینا راه افتاده بودی براش رفتی ماشینم فینانس کردی. بعد چجوری اونی که پول نداشت ماشین داشته باشه آمد و رفت و آموزش دید، آمد شاه با این بزرگی رو سرنگون کرد، ولی تو خدا آدم اصلا دهنش اینجا میگن speechless، یعنی دیگه از گفتن باز میمونی چون نمیتونه مغزت نمیتونه بگی آقا اینا دیوانن این حرفا رو میزنن. شما نظرتون چیه؟ شما هم که از ما بی بخارتر نشستید برای خودتون تلویزیون نگاه میکنید، از این تلویزیون به اون تلویزیون به اون تلویزیون 202 بذارید شماره رو بزنم اینجا نمیدونم میمد نمیمد بله اینه 202-695-2573 زنگ بزنید 3 دقیقه میتونید صحبت کنید نظرتون رو بگید در هر موردی که من گفتم. مثلا اون خانمی که دیروز زنگ زده، خانم شما اگه برنامه منو دیدی من میگم انتخابات آینده ایران در راه است، خاتمی دوباره آمده، شما نظرت چیه؟ به این شخص میشه اطمینان کرد یا نه؟ در انتخابات شرکت میکنید یا نمیکنید؟ من میگم آقا شما برای چی اومدی اینجا؟ دلم نیومد. اون وقتا اگه بود میگفتم آمدم فضولا رو بشمارم. آخه یه نفر وایساده بود توی کوچه ای با دستش اینجوری به دیوارم نمیکشید، هی یه شکلی میکشید. یکی آمد گفت آقا چی کار میکنی؟ گفت 15. مرد وایساد گفت من نمیفهمم این 15 میگه چی. یه نفر دیگه آمد گفت آقا تو چی کار میکنی؟ گفت 16. 15 فهمید، راشو کشید رفت. 16 گفت که شما چرا من گفتی 16؟ گفت من داشتم فضولا رو میشمردم. آخه خانم عزیز شما یه برنامه رو زدی تلویزیون نگاه میکنی، من از این پرسم تلویزیون ها رو دیگر نگاه میکنی؟ میگه نه. گفتم خب برو نگاه کن، این سوالی که از من میکنی شاید تو اون پاسخت باشه، شاید اونا یه چیزی بهت نشون بدن، مثلا دستور پختن آش سبزی شیرازی، دستور پختن چیه این قلیه ماهی خوزستانی، دستور پختن سمبوسه پاکستانی. آبا اشکال داریم. شما نمیتونی بگی ما باهوشیم بعد بگی 37 سال آخونده سوارمونه. باهوش نیستیم، با استعداد نیستیم، بدبختیم، بیچاره ایم، نمیخونیم، یاد نمیگیریم، هیچ کم نمیاد بهمون بگه چون میترسن ازمون، میترسن فوششون بدی. یه نفر پیدا شده داره میگه آقا ما عقب افتاده ایم، کارمون خیلی خرابه. ببین به چه روزی افتادیم؟ یه دونه آگهی نداریم، یه دونه آگهی داریم میگه اینو نشون نده. باورت میشه؟ از بس شماها مزاحمش شدیم. بابا یه نفر دوست ما بود، پسر یه تیمسار بود، گفت ما یه کاری داریم، اینم توی این منطقه است، گفتیم بیا. بیچاره رفته کار کرده، یه چک بهش داده 150 دلار. آخه خجالت نمیکشی چکه رو رفتی استاب زدی؟ استاب هم نزده، پول نداشته توش. من اگه جای این دوستم باشم لین میذارم روی کارش، بهش فکر کنم، میگن مکانیکال لین، یه 2-3 سالی هم اعتبار داره، میتونی بری روی منزلش لین بذاری، هیچ کاری هم باش نداشته باش. روزی که میخواد خونه رو بفروشه توی محضر بهش میگن که این آقای پتیک که برات کار کرده، شما 150 دلار بدهکاری از 2 سال پیش 3 سال پیش و ایشون 18% هم در سال ازت فینانس به چیز میخواد، اینترست میخواد. اینا هنوز جای صفر
نشاشیدن که اون ترشحش برگرده بخوره تو صورتشون. اینا آدم های خوب هی وایسادن اینا کلاشون رو برداشتن، اون آدم خوبه گفته ولش کن از من نخورده باشی، نه با برگردیم بزنیمشون بهشون میگه بفرما از من خورده باش که دیگه کلا سر بعدی نذاری. اوکی، حالا ببینیم وقتی که امنیتی و اینها شدیدتر شد ما دست نگه داشتیم، یعنی این کورش زعیم و همبستگی برای دموکراسی، اینها فکر میکردن این کاری که میکنن آخوندها دموکرات میشن. اکنون کمیته مرکزی همبستگی که من دبیر سیاسی آن هستم بر این باور است که هنگام اعلام کردن مطالبات رسیده است. دوباره ترس ما از این است که با افزایش فشارهای امنیتی و احتمالاً اعمال خشونت بار برای زهر چشم گرفتن از مردم، اعتراضات مردم به شدت مغبون و خشمگین به خیابان‌ها بکشد و کنترل حوادث از دست دولت و حتی سازمان‌های امنیتی در برود. آنگاه ما یک جنگ داخلی روی دست ما خواهیم داشت. یعنی چی؟ یعنی از ترس جنگ داخلی مردم هیچ کاری نکنن؟ یعنی اگر شما جای گاندی بودی هنوز انگلیس ها توی اونجا بودن، اگه شما جزو مارتن لوتر کینگ بودی هنوز امریکایی های سفیدپوست پدر سیاه رو در میارن که هنوز هم میارن. آقای کورش زعیم، این نوشته شما، این پاسخ شما به سوال 8 مزخرفی بیش نبود و نیست. اگر دوستان شما آدمای دوستی بودن، آدمای صادقی بودن، به شما میگفتن آقا این مزخرفات یعنی چی؟ این بار حالا ما آمدیم که بگیم، ولی این بار میترسیم اگر بگیم دولت این کارو بکنه مردم هم خشمین بشن از دستمون بره بیرون. ببخشید من اینجوری میگم چون حرف دلم رو میزنم. خب احمق، اون موقع وظیفه توه اگه این مردم به حرف تو آمدن بیرون برنامه داشته باشی کنترلشون کنی. ای داده بیدم دوستان، اینا میخوان باشن، قولتون میدم آخوندا اینی که میخونن میخندن و قه قه به ریش این آقای کوروش زعیم، به ریش این همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر. امیدوارم دوست ما ناراحت نشه، بیاد 10 دقیقه مهمون من، اگر چیزایی که من گفتم درست نیست اون بگه نه آقای سربی اینجوری نیست، اینجوریه، شاید من نمیبینم، میگن دیگه از یه دید دیگه، از نگاهی دیگر، شما از اون طرف نگاه کنید، شاید من دارم هرچی نگاه میکنم. ببینید این چیه، شما سفید میبینید، من میبینم والا نوشته الکترونیک ریکورد، یه چیزی نوشته، هی من به شما بگم اینو نوشته، هی شما بگید بابا هیچی ننوشته، اینو بیاریم یکم دورتر نگه داریم دوتامون میبینیم نوشته. این دوستان بیان به ما نشون بدن. یکم من بنده جرعی بنوشم و بله، ساعت 3:27 هست. من امروز میخواستم اگه بشه 60 دقیقه با شما باشیم، داریم میریم روی مرز 90. و اما آقای علی شیرازی برای ما یه چیزی فرستاده به نام وارنینگ. علی جا، بدترین نوع ایمیلی که کسی میتونه بفرسته اینه که سابجکتش به اصطلاح اونجایی که موضوع رو مینویسن یه چیزی اینجوری باشه، مثلا حتما بخوانید، تا آخر این ویدیو رو حتما ببینید، خیلی جالب. خیلی ها اونو پاک میکنن میندازن دور. من چون میدونم که شما نوع ایمیل فرستادن اینجوری هست میرم نگاه میکنم، حالا بهتون نشون میدم که شما باید چیکار کنید. ببین دوست گرامی، شما وقتی میخوای یه ایمیل برای من بفرستید میاین اینجا تو این صفحه‌ای که اون چیز مورد نظرتون هست، ببینید یه جای این اون تایتل هست که ما به تایتل یا سابجکت، شما اومدی وارنینگشو برداشتی برای من فرستادی، یا نفر قبلی برای شما این کار کرده، شما هم لطف کن اگه نفر قبلی این کار برات کرده به اون بگو. اگه شما این کار کردی پس شما بلد بودی که این وارنینگ رو کپی کنی و پیست کنی برای من بفرستی. اگه بلد نیستی ماوست رو از اینجا بگیر بیار تا اینجا، آبی که شد اون کلیک
چپ رو ول کن، بیا کلیک راست رو بگی کاپی کن، بعد برای یکی دیگه که میخوای ایمیل بفرستی این رو باید بذاری تو سابجکتش، نه فقط وارنینگ. البته این ویدیو رو که نگاه میکنید، این آقای ران پال که 12 ترم نماینده مجلس بوده، آدم بسیار خوبی هم هست، توی این متاسفانه تبلیغ کتابه، کتابی هست که اینا میدونید سیاستشون اینه، مردم رو میترسونن، بعد میگن حالا شما این کتاب رو بخر یا این ویدیو رو بخر تا ما بهت بگیم چه کار کن. توی اون کتاب بعد برات میگه که پولاتو برو طلا بخر، طلا دولت خبر نداره، نمیدونم فلانه، که اونم دروغه. شما چه طلا بخری، چه زمین بخری، چه پول تو بانک داشته باشی، همه اینها رو باید به دولت گزارش بدی. شما اگه امروز طلا بخری 2 سال دیگه طلا بفروشی، باید خرید و فروش اعلام کنی، کپیتال گین. اینا چیزایی هست که به عنوان اسید یا کپیتال هست توی زندگی، توی شرکتت، کپیتال گین. بعضی از کپیتال گین ها بعد از 2 سال، الان دیگه آخر سال موقع مالیات و اینها هست، بعد از 2 سال اگه به اسم شخصی باشه تا یه حدی شما روش مالیات نمیدی، گزارش میکنی، رو تکس فرمت هم مینویسی، خود تکس فرم یا اون آقایی که خانمی که برای تکس تهیه میکنه، اون میگه تا 700,000 دلار تا 2 میلیون هرچی نمیدونم تکس نباید بدی. ولی شرکت ها اینجوری نیست، شرکت ها باید رو همه چی اون کپیتال گین یا تکس کپیتال، مالیات اون سود اون جنس رو بدن، همینجوری ولت نمیکنه بری. اینم از این همبستگی برای دموکراسی رو خوندیم، گریمون در اومد. و این دوستمون، بله ممنونم، اون روز یا دیروز بود توی برنامه تلویزیون رنگارنگ من داشتم این رو میخوندم و نشون میدادم که باز به دلیل همین تلفن هایی که دیگه واقعا الان من فهمیدم که حالا چقدر من بیزارم بعد از اینکه چند مدت این تلفن زدن ها و اینها رو قطع کردم، حالا فهمیدم که کار درستی کردم. تلفن که میاد اصلا سررشته برنامه و اینها از دست شما در میره. و همین چیزی که هی آمریکایی هم میگن وی کجا بودین. بعضی ها انقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است. تواناترین مترجم کسی است که بتواند سکوت دیگران را ترجمه کند، شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی زیبا باشد. زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست، آنقدر سیر بخند که غم از رو برود. از فریب انسانها دلگیر نشو، اینان روی زمینی زندگی می کنند که روزی یک بار خودش را دور می زند. والا من نمی فهمم چه ربطی داره دور زدن زمین با انسانها و این. بعض وقتا میگم اینا دیگه دوستان کم میارن، میخوان یه صفحه پر بشه. تمام محبت خود را به یک باره برای دوستت ظاهر مکن، زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن میپندارد. اینم من قبول ندارم. یعنی چی؟ یعنی شما هی بذاری دوستتو گرو بکشی ببینی اگه اون اینجوری بود یک کم دیگه، یک کم دیگه، بعدم دوستی چجوریه که حالا ما دوستی که پله پله نیست که ما بگیم خب حالا این دوستمون تازه باش آشنا شدیم کلید ماشینمون بهش نمیدیم، او این دوسته 3 روز آشنا شدیم کلید ماشینمون بهش میدیم، او این دوسته 1 سال آشنا شدیم اگر وام خواست به قرض خواست به مش... این مزخرفات چیه؟ پول همیشه جایی بلندتر از قد شماست، برای رسیدن بهش مواظب باشید پاتون رو روی چیزهایی، روی چه چیزهایی میذارید. نه دوست عزیز، پول بعضی وقتا هم گنج باغچه رو میکندن یه دفعه گنج میمد، زیر زمین بود، بالا نبود. کجا پول بلندتر از همه جا؟ اگر مردی توقع دارد که همسرش در زندگی یک فرشته باشد، اول او باید برای او یک بهشت فراهم کند. باریکلا اینو قشنگ نوشتی. آموختم که وابسته نباید شد، نه به هیچ کس، نه به هیچ رابطه‌ای، و این لعنتی نشدید و این لعنتی نشدنی ترین کاری بود که آموختن. خب چیزی که نمیشه، چیزی که نمیشه الان میخوای به دوستان یاد بدی؟ من یاد گرفتم که با پای پیاده
از واشنگتن نمی شود به ایتالیا رفت. خب باید سوار کشتی شد یا سوار هواپیما شد. برای شاد زیستن امکانات را باره نکنید. این راست میگه. شما میتونید با من، شما میتونید با کمترین دارایی، با کمترین چیزایی که داریم شاد باشید. زندگی دشمن شما نیست، اما طرز فکرتان میتواند دشمن شما باشد. اینم درست میگه. باریکلا. ببینیم چه کردیم. این 30 ثانیه رو بکنیم 15 ثانیه، بریم سراغ این. اجرای سرود ای ایران توسط پلیس نیویورک. این رو دوست خوبمون آقای مسعود ناصری فرستاده. آقا مسعود اهل کرمان هست، الان در آتلانتا زندگی میکنه. خیلی یک حالت بذله‌گویی و طنز تو وجودش هست، همیشه لبخند بر چهرش هست، امیدواریم دلش شاد و لبش خندون باشه. بعد مقاله مینویسه توی روزنامه‌های مختلف، طنز مینویسه. این اجرای سرود، دوست نازنین من، شما که تو آمریکا زندگی میکنی مطمئنم که به خودت دروغ نمیگی، چون میدونی من میتونم برای مردن بابام زنگ بزنم به پلیس، بگم که من 4 تا پلیس امروز میخوام از ساعت 2 تا 6. میگن 4 تا 4 ساعت 16 ساعت، 16 تا 100 دلار 1600 دلار. بیارن 4 تا پلیس وادارم اینجا، بعد هر کی بیاد بگه آقا رفتیم باباش سربی مرده بود، 4 تا پلیس آمده، حتما این باباش یه کاری بوده، یه مقامی بوده. آقای مسعود ناصری، آقای مسعود سهیلی، دوستان دیگه ای که امروز 6 تاتون برای من اینو فرستادید، واقعا شما فکر میکنید پلیس نیویورک رفته دلش برای من و توی ایرانی سوخته سرود ای ایران رو یاد گرفته و اونجا برای من و شما زده؟ چرا دروغ میگید؟ چرا به مردم دروغ میگید؟ چرا نمیگید که برگزار کنندگان این پرید یا رژه ایرانیان یه مبلغی رو میدن، یه سری پلیس میان که اونجا رو چیز کنن، یه مبلغی رو میدن که پلیس با اسب بیاد، یه مبلغی رو میدن که پلیس پرچم بگیره دستش، یه مبلغی رو میدن که این گروه ارکستر پلیس بیاد؟ چرا دروغ میگید به خودتون؟ اگر شما به خودتون دروغ نمیگید، چرا به مردم دروغ میگید؟ اگه به خودتون و به مردم دروغ میگید، چرا اون وقت میگید آخونده چرا دروغ میگه؟ برای ایشون نوشتم که خب این معلومه که این نشون میده که اینجا همون ضرب المثلی رو که خود آمریکایی ها میگن، میگن money talk bullshit walk، یعنی تو پول بده، اونی که پول نداره بره دنبال کارش. حتی وقتی شما پول نداری بهت میگه تو تپاله گاو هستی، تپاله میگید شما، bullshit. بول این گاوای بزرگه، وقتی هم خیر دلشون میرن بیرون یه انقدی تپاله میندازن. توی آمریکا، توی آتلانتایی که شما هستید، مرکز کورپوریشن ها، آقای مسعود ناصری عزیز، شما میتونی من از ایمیل در بیاری که دیگه چیزای اینجوری که فرستادی من یقتو نگیرم، ولی اگه وجدان داریم نباید این کارا رو انجام بدیم. ببینید حالا چی نوشتن، یا ایشون نوشته یا یکی دیگه فرستاده، اینم ورشو زرتی فرستاده. اجرای سرود ای ایران توسط پلیس نیویورک. آفرین، چه جالب، اون وقت ما آرزوی مرگ براشون داریم. متاسفم، ما کی مرگ آرزو داشتیم برای ما اینها؟ چرا یه جا ما رو با آخوندها یکی میکنی؟ چرا هر جا دوست داری ما رو جزو نیروی خودت میدونی، هر جا دوست نداری به ما توهین میکنی، ما رو با آخوندها یکی میکنی؟ نکنید این کار، این کار خجالت آوره. شما به مردم بگو که پلیس آمریکا حتی برای نمیدونم مثلا آقای اوباما اگه میره اونجا، بعدن مخارجشو میگیرن از اون قسمت برگزار کننده صحبتش که آمده اونجا. اگه میاد اینجا جورج میسون این برنامه رو گذاشته، نمیدونم 10,000 تا بلیت فروخته، فیرفاکس پلیس ازش پول میگیره بابت اینکه اون خونه رو بسته، اون کوچه رو بسته. دروغ نگید به ملت، دروغ به اینجا رسوندتمون.
ای داد بیداد. من گفتم این کاملا درسته، پول بهشون دادن سرود میزنن، بیشتر پول بده میرقصن، بیشتر پول بده میان تو سر اون میزنن و میزنه. پلیس آمریکا برید ببینید چی کار داره میکنه. شگفتی های دختر 70 سانتی متری در تهران. این مقاله رو یکی از دوستان به نام شهرام فرستاده، ممنونم، همیشه چیزای جالب میفرسه. و وقتی که من این رو باز کردم و نگاه کردم و خوندم، دیدم یک خانم، به اینا میگن آدم های کوچک، اینجا میگن small people، little people، یه همچیزی، چون اگه بهشون بگن مجد بعدشون میاد. ایران پرس نیوز باز این خبر رو چاپ کرده و تعجب میکنم از خبرنگاری که یه دونه عکس وقتی که توضیح داره میده که این خانم نمایش میذاره، نمایشگاه میذاره، عکس میکشه، نقاشی میکنه، عکس میگیره، نقاشی میکنه و فلانا، آمده یه دونه عکس گذاشته. اینم این خانم گویا با وجودی که خیلی کوچولو هست، 70 سانت بیشتر نیست، ولی الان براش یه موقعیت پیش اومده از موقعی که مادرش مریض شده و فرستادنش بیمارستان و اینها، یه شناختنش و براش نمایشگاه میذارن و تلویزیون ها باشون مصاحبه میکنن اینها. و اینجا هم نوشته که مشتری های تلگرامی ببخشید، ببینیم مشتری های تلگرامی، شما از ایشون یه چیزی یاد بگیریم. نوشته بسیار با شور و هیجان مشتری هایش را راه میندازه و قیمت کارهایش را میگوید. مردم هم از او خرید میکنن، هر کدامشان که دوست داشته باشن عکسی هم به یادگار به او میاندازن. سرش حسابی شلوغ است و در عین آنکه با مشتری های صحبت میکند، از گروه های تلگرامی گوشیش غافل نمیشود. میگوید در این 10 روزی که به تهران آمده، 3-4 روز اول اصلا مشتری نداشته و با تلگرام توانسته دوستانش را خبر کند و آنها هم با خبر دادن به کسانی که میشناختند، بازدید کننده هایی را برای خرید کارهای فریبا فرستادن و حالا چند روزی میشود که مشتری های خوبی براش میآیند. از طرف آقای لطفی نماینده شهرداری تهران به اینجا دعوت شدم. دومین بار است که به تهران میآیم. در قلعه رودخان غرفه اجاره کرده بودم و کارهایم را میفروختم، اما آنجا خیلی سرد شد و دیگر نمیتوانستم. خب ببین دوستان، میگم ما بیچارا بلد نیستیم. بنده خیلی دلم خوش، خیلی سرم، 30 سال تو آمریکا هستم، 32 سالم هست از ایران اومدم بیرون، امروز تازه به تلگرام پیوستم، ولی این خانم از توی دهی آمده و از طریق تلگرام داره کاراش هم میفروشه. اون وقت آقای دکتر عرفانی، شما میخوای بری به این خانم بگی چجوری زندگی کن؟ آقای دکتر بیژن افتخاری و نمیدونم عقب افتاده های دیگه، آقای فرهاد پارسی، ما می آییم. گفتم آقا این چه ما می آییم؟ داد میزنی هم مثل هیتلر دستت اینجوری میکنی. برنامه‌تون چیه؟ نه برنامه‌مون ما نمیتونیم به مردم بگیم، ولی برید نگاه کنید ببینید خمینی و دیگران چجوری برنامه هاشون رو پول کپی میکردن میفرستادن، میگفت به شما که رسیده 5 تا بنویس به اونم بده. شماها یه مش عقب افتاده سیاسی ذهنی هستید که فکر میکنید از دیگر برنامه هاشون نگاه کنید دوستان، ببینید از اول برنامه تا آخر، شما فکر نکنید من توهین دارم میکنم، ببینید چقدر توهین میکنن به مردم که اگه شما وطن داشتید، اگه شما غیرت داشتید، این کارو میکردید، اون کارو میکردید. این هم شدن دکترای مملکت ما، این دکترامون، اون سیاسیمون، مدیر سیاسی آقای کوروش زعیم، نوشتهشو دیدید؟ این بار دیگه گفتیم ما میایم به صحنه حرفمون میزنیم، ولی میترسیم اگه بیایم دولتم بخواد سختگیری کنه، مردمم بخوان چی کنن، باید کنترل دست کی باشه؟ خب بز زنگ بزنیم به اسرائیل و آمریکا و چینا و اینها، دست به دامن اونها بشیم. این هم از این. همین الان باز دوباره 3:37 ببینید بهتون میگم چپ و راست اینا، حالا تا فردا که سال نو بشه پدر ما رو در میارن برای این انتخابات. ولی ما اگر یه بار ماهی یا هفته یه بار روی فیسبوکمون بنویسیم که تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمنده است، 400 نفر میان فوش میدن. ولی این 400 نفر نمیدونم یه مش عقب افتاده معتاد، یکیشون به یه تلویزیونی، به یک رسانه‌ای، به یه سازمانی
نه کمک میکنه، نه همکاری میکنه، هیچ. و این فیسبوک و اینها واقعا بدتر شده. تلگرام، فیسبوک، نمیدونم وایبر، واتساپ، سو وات. برید این پستایی که کاوه، اون وقتا کوین بود، حالا شده کاوه، آدمش کردن، ایرانیش کردن، میذاره نگاه کنید، بدبخت مثلا 5 صبح داره اینا رو مینویسه میذاره. حالا اونم شاید داره میخنده، میگه من که نمیذارم، اینا رو گذاشتم رو اتوماتیک، همینجوری میاد. ولی خب معلوم این آدم وقت میذاره. حالا حاصلش چیه؟ دلش خوش 70,000 تا هستن. خب 70,000 تا هستن، حالا یه پولی هم از یوتیوب و از این برنامه میسازی، اونم هی میبره میذاره تبلیغ که دیگران بیان که دلش خوش باشه، زیادتر باشه. چون نمیدن اونا 200 دلار به تو در مجان نمیده. 200 دلار که میده برات 100 تا نامه میفرسته، میگه بیا این 200 دلار رو خرج کن اینجا اینجا اونجا. اینم حالا نسبتا جوونه، این کارو انجام میده. حاصلش چیه؟ شما یه چیزی رو شروع کردی، توی جامعه زندگی میکنی که هنوز اسمت رو نمیتونی بگی، هنوز شماره تلفن تو نمیتونی به مردم بدی، هنوز ایمیل تو نمیتونی به مردم بدی، هنوز خودت رو کسی نمیشناسه. ترس وجودت رو گرفته. خب شما میخوای خبر پخش کنی، این خبر پخش کنمون، اون یکی میخواد مدیر سیاسی باشه. دیروز همین آقای علی آقا برای من یه چیز فرستاده بود، یه خانمی از اسکاتلند بلند شده میخواد حالا بره ریشه خودشو پیدا کنه. خانم ریشه شما 50% ایرانیه، 50% اسکاتلندیه، بعدم رفتیم اونجا، چه ریشه میخواد پیدا کنه؟ یادتون اون خانم رکسانا صابری، ژاپنی بود و ایرانی، بلند شد رفت ایران، بعد گرفتنش، بعد همه دنیا گفتن آزادش کنی، بعد اونا آزادش کردن، بعد اومد کتاب نوشت، حالا معروف شد، در برای خود زندگی میکنه. برای این دوست اونم نوشتم، این لابد هنرمند و موزیسین لایقی نیست، تنها چیزی که به عقلش رسیده بلند شم راه بیفتم بیام برم کالیفرنیا با آقای خلیلی و با اون و با اون و اون مصاحبه کنم، بعدم بلند شم برم ایران، اونجا که منو گرفتن حالا دیگه نونم میفته تو روغن. اینم از این ماجرا. این عقب افتاده ملا نوری علا داشت با میبودی صحبت میکرد، گفت این آقای آل احمد چندین سال پیش باهاش رفتم اونجا و نمیدونم خیلی عصبانی آمد بیرون از اون دفتر فلان، گفتم چی؟ نگفتم چیه، جرأت نمیکرده از اون سوال کنه، فوش میداد و اینها. بعدن گفت که این مردکه ما رو ساواک بوده، به من گفته تو خودتم بکشی ما تو رو زندان نمیندازیم. خب ببین این جلال آل احمد ما بوده، ناراحت شده که ساواک بهش گفته تو ای خودتم بکشی ما تو رو زندان نمیندازیم. بعد آقای مهبودی میگه شماهایی که جلسه میذاشتین تو کافه فیروزی ساواک نمیمد چیزی بگه؟ بعد میگه نه. بعد مهبودی میگه عجب حکومتی بوده تحمل مخالفین خودش داشته. آقای میبودی ساواک میدید؟ اولا اینا که نصفشون حقوق بگیر ساواک بودن، دوما اون نصف دیگه شم عقب افتادهایی بودن که آمده بودن اونجا سه شنبه تا سه شنبه آقای جلال آل احمدی ببینن. آقا جلال آل احمد چی کار کرده تو زندگیش؟ چی کار کرده که ساواک بگیرتش حالا معروف بشه؟ اونایی که ساواک گرفت معروف شدن بعدن که آمدن چه غلط کردن؟ الان چند سال این آقای امیر انتظام زندانه، هی دوستان میگن آقا اسطوره نمیدونم فلان، آقا چه اسطوره، چه کار کرده؟ افتخارش اینه که تو زندانه. هر کدومشون هم میان بیرون، ببین الان آقای تبرزدی دوباره رفته اسم نوشته نماینده بشه. آقا تو اگه میخوای نماینده بشی، اولی که میخوای اسم بنویسی که باید ولایت فقیه رو قبول داشته باشی. دروغگو هم پدر سوخته هستن. حالا امیدواریم سال آینده یه عده جدید رو ما بتونیم، یا جدید هم نه، همین دوستان، یعنی مصاحبه های جدیدی داشته باشیم که بلکه بعضی ها بیان بیرون آقا بگن، صحبت کنن که آقا همین آقای تبرزدی کی بوده تو ایران وقتی رفته خونه اون طرف زندگی میکرده، اصلا کیه، چیه، این چه زندانیه که اینا میرن زندان مرخصی دارن، 6 تا زن میگیرن، دندونشون رو نمیدونن پر میکنن، مدرسه میرن، دانشگاه میگیرن، چی میکنن؟ این همین آقای باطبی. خود من وقتی از زندان اومدم بیرون سال 2003 بهش زنگ زدم گفتم مصاحبه کنیم، گفت الان اومدم بیرون امتحان دانشگاه بدم، بعد از امتحان دانشگاه مصاحبه میکنم. گفتم ای شما از تو زندان میای بیرون امتحان میدی میری تو زندان دوباره؟ گفت بله. کدام کشوری همچی زندانی داره؟
کدوم کشوری بعد همین زندانیه میاد میره ترکیه و میره کردستان و اینها با زندانبانش حرف میزنه، زندانبانه میگه آره امروز هم رفتم پهلو ننت احوالت پرسیدم حالشون خیلی خوبه. حالا تو کدوم کشور میخوای بری تو ما بلد کارتو درست کنی؟ کجای دنیا شما دیدی آقای ریچارد پر با آقای فخرآور تماس بگیره از تو زندان ترتیب فرارش رو بده؟ این آقا هم نمیدونم همون آقای باطبی روی الاغ که داره میره فیلم بگیره در راه کوه کمر کردستان، از ماشین پیاده میشن میان روی الاغ فیلم میگیرن دوباره سوار ماشین میشن. یه مش دروغگو، یه مش پدر سوخته، یه مش مادر قهوه و من و شما رو گذاشتن سر کار. اون آقای گنجیش، اون یکی کی بود این کمدینه؟ یادم رفته، اصلا اعصاب آدم خرد میشه. حالا دوباره بازی انتخابات، یه سری میگن انتخابات برو شرکت کن، یه سری میگن نرو شرکت کن. اونایی که امروز میگن نرو شرکت کن فردا میگن رأی من کجاست؟ اونایی هم که رفتن شرکت کردن میگن آقا چی شد شما گفتی برو شرکت کن؟ همینجوری تو هوا معلق موندی. چه میدونم بله وری نایس آقای منصوری رم و آقای ناصری رم خوندیم، امیدوارم ایشون هم ناراحت نشه از ما. دزدی یا اقتباس طرح خودگردانی ملی از آقای مصطفی زاده هم خوندیم. و اما معنویات میگه یک، دموکراسی یا حکومت مردم بر مردم خیلی عالی است، ولی این دموکراسی هایی که در کشورهای غربی وجود دارن دموکراسی های بیماری هستن. آقا من دیگه جمله بعدی هم نمیخونم. آقای شهرام دنیا، شما بیا یه دموکراسی که میخوای درست کنی به ما اونو معرفی کن، وقت ما رو با این دموکراسی های بدی که میگی بده نگذرون. چی تو فکرته؟ چه چیزی تو مغزته؟ بیا اونو بگو. یه مشت بیکار، همه هم دو صفحه انشا باید بنویسی، اگر یه صفحه نوشتی از 16 کمتر میگیری. یادتونه معلم های انشا، این که همه ما عادت کردیم به مزخرف نویسی، همه ما عادت کردیم به طولانی نوشتن، همه ما عادت کردیم به مزخرف گفتن، همه ما عادت کردیم به طولانی مزخرف گفتن، تقصیرش برمیگرده به فرهنگ زشتی که همش از حرف مفت، از نمیدونم نوکری، چاپلوسی، دروغ 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 سرچشمه گرفته. به همین خاطرم امروز میخوایم به جای سلام به همدیگه بگیم درود. حقیقتا میخوایم بگیم دروغ، یعنی همون اولی که میایم به طرف میگیم دروغ بر شما، یعنی من از الان شروع کردم دروغ، آخرش هم که میخوام خداحافظی کنیم میگیم به دروغ، یعنی از اینجا دارم میرم به یه دروغ دیگه. روز روزگار بر شما خوش، امیدوارم از حرفای من دلخور نشی. اگر دلخور شدید مسلماً شما اون اشکال رو دارید، اگر دلخور نشدید و دیدید من حرف شما رو میزنم تلویزیون مردم رو حمایت کنید. ممنون از یکایک شما. امروز ساعت 6:30 آقای پرویز مینویی برنامه دارن، هر روز این برنامه پخش میشه، فردا ساعت 2 بعد از ظهر برنامه زنده است. حقیقتش نمیدونم که ساعت 12 بتونم برنامه تلویزیون رنگارنگ و هماهنگ در تلویزیون مردم رو داشته باشم یا مجبور بشم که باز بگم که نه و به قول معروف از خیرش بگذریم تا روزی که بتونن برنامهشون رو با ساعت ما همزمان کنن یا برنامه ما رو از آرشیو وردارن استفاده کنن. اگر میبینن که جایی هست برای استفاده، چه موافقین من چه مخالفین من، بتونن اونجا به اصطلاح بیان نظراتشون رو بگن. من یه بار دیگه این شماره تلفن اینجا نشون میدم و اعلام میکنم، 202-695-2573. حسن تلفن زدن اینجوری اینه که شما زنگ میزنی میگی سوربی من برنامه 30 رو دیدم، اونجایی که شما میگید که این پلیس آمریکا اینجوری، نه خیر اینجوری نیست، بنده دخترم میخواست ازدواج کنه، نمیدونم 80 تا پلیس آمدن سرود بدو بدو مبارک بادا بادا بادا، یعنی مبارک باد، بادا بادا مبارک باد، و برای داماد جدید زدن. آقای مسعود ناصری، شما تا حالا دیدی پلیسا بیان توی مجلسی
برای ایرانی ها مجانی سرود ای ایران بزنم؟ اگه ندیدی دوست نازنین، اون ایمیلت 100% دروغ بوده. ممنونم ازت، شما امیدوارم ناراحت نشی. اگه ناراحت شدی اتفاقا نشون میده که با نیت فرستادی اونو. ولی اگه ناراحت نشی شما میگی این سوربی راست میگه ها، من کار اشتباهی کردم، یه ایمیل میفرسی، این ویدیوی منم زمیمه اون ایمیلت میکنی برای لیستت، میگی که دوستان سوربی یه پوینتی داره که درست میگه، ولی مطمئنم این کار دومی رو نمیکنی. حالا ثابت کن که بچه کرمونی و انجام بدی. روز روزگار به شما خوش، موفق باشید، خدا نگهدار.